بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقات بهتری در انتظارتون باشه. امروز چهارشنبه هست، چهارشنبه سوری زوری هرچی که دلتون بخواد در صورت و چهاردهم ماه مارس 2018 میلادی برابر با 23 اسفند ماه 1396 و این ماجرای چهارشنبه سوری داستان غریبی است. از هر کی میپرسی درست نمیدونه و یه داستان مخصوصی برای خودش داره. و از یکی پرسیدم چرا آلمانیا اکتبر فست رو تو سپتامبر میگیرن، ما هم چهارشنبه سوری رو سه‌شنبه میگیریم. آقای دکتر ایران بومی پاسخ داده که داستان سیاوش بوده و مادرش و پادشاه و اینها، و میره از چند تا آتش عبور میکنه، به خاطر که از این آتش ها میاد بیرون به خاطر تهمتی که مادر خوانده میگن چی میگن بهش زده بوده. وقتی این میاد اون وقت اون پدرش میگه چهارشنبه فردا در شهر سوری را میندازیم، به همین خاطر شده چهارشنبه سوری. شما اینجا رو داشته باش. حالا چرا یه عده میرن چادر میندازن رو سرشون، قاشق میزنن به قابلمه چی میگن و گدایی میکنن، اون از کجا اومده اینجا؟ من با همین آمریکا هم با این مسئله تو اکتبر هست، هالووین یا شبی که میگن ارواح خبیثه تو خیابون دارن میچرخن، ما بریم بهشون شیرینی و اینها بدیم که کاری به کارمون نداشته باشه. والا من فکر نمی کنم از ما آدم ها خبیستری وجود داشته باشه، یکم شیرینی به خودمون بدیم اخلاق خودمون خوب بشه. و اما اجازه بدید تشکر کنم از آقای امیر حسین لادن که این کتاب رو پست کرده بودن. و جالبه اون روز که ما با ایشون صحبت کردیم، بعد از برنامه من رفتم پست رو نگاه کردم، معمولا ساعت 11 و اینها میاد، اون روز نیومده بود و در حین برنامه شنیدم صدای ماشین رو، رفتم به اصطلاح میل باکس یا قوطی نامه ها رو چک کردم و این بود و شروع کردم به خوندن. خیلی کتاب جالبیه و خیلی از شما دوستان گفتید که به آقای لادن که با این متانت و زیبایی صحبت میکنه پیشنهاد کنید هر هفته بیاد. والا ما میگیم، ما دیگه این زبون رو نگاه کن مو در آورده، موها از اینجا ریخته ولی از زبون رو مو در آورده. به دوستان میگیم، هر کدومشون یه کاری دارن، یه برنامه‌ای دارن، چندین سال با اون کار و برنامه خودشون رو مشغول کردن، براشون قدری مشکل هست که حالا برنامه عوض کنن. امیدوارم ایشون این کار رو انجام بده و به اصطلاح بنا به خواسته شما بیاد. و من فکر کردم چقدر خوب میشه که اگر همین کتاب با زبان خودشون با بیان خودشون هفته‌ای بخونن، یه ساعت یه تایمر بذارن جلوشون 55 دقیقه بخونن، تموم که شد بگن خب به امید دیدار هفته آینده. بعد ما اینا رو میچسبونیم به هم، یک کتاب گویا با صدای خودشون مونده. حالا چرا اینو میگم؟ دیروز من پریروز در حین برنامه وقتی که از دکتر چش و اون شخص دیوانه صحبت کردم، گفت که آقای خوشنودی همشهری عزیز من نوشت که آقا صحبت از دکتر چش کردی، دکتر خدا دوست که یک واقعا انسان، حالا اینا دکتر شدن چه آسون، انسان شدن چه مشکل، آدم شدن چه مشکل. و دکتر خدا دوست به اصطلاح از دنیا رفته، فوت شده. و دیروز من هی چپ و راست برام دوستان فرستادن و جالبه که من میخواستم این تابستون برم دوستانم رو در رود آیلند ببینم، کانتیکتم یا نیویورکم، سری به این آقای دکتر خدا دوست بزنم. گفتم نکنه بنده خدا از ترس که اینکه ما نباید با سوربی چیز کنیم از دنیا رفته، ولی میگن که حالشون بد شده و رفتن بیمارستان کولومبیا، اونجا سکته کردن و فوت کردن. روحشون شاد، روانشون شاد و یادشان گرامی باد. ویدیوهای متعددی از ایشون روی یوتیوب هست، حتما ببینید. و ببینید اینا هر چه فواره بالاتر میره، نه ببخشید از اینوری نباید بگم، این مال اونایی که میرن بالا و سقوط میکنن، هر چی درخت
پربارتره و اینها به اصطلاح سربزیرتره. شما نگاه کنید مثلا این درخت گردو، این همه گردو روشه سربزیره، ولی این سرب و کاج و اینها هیچ میوه‌ای ندارن، همینجوری میرن بالا و ادعای بزرگی میکنن. آقای مرداد خانساری نوشتن: I'm sending you a link of comment I made yesterday regarding the Iran nuclear deal that contains some considered remark about US policy. I would appreciate your feedback. Should find the time to look at it with kind regard. حتما خوشحال میشم نگاه کنم، برای دوستان هم میفرستم و امیدوارم آقای خانساری هم یه برنامه بذاره با دوستاش صحبت کنه و بیان با مردم صحبت کنن. من یه جایی بودم و دوستی از من پرسید آقا این ماجرای آمریکا و ایران و اینها چی میشه؟ گفتم والا نمیدونم، ما خبر از این وایت هاوس نداریم. الان وایت هاوس هیچ کی توش نیست و همه رو میکنه بیرون، اون یکی دیگر رو میاره، اینو برمیداره میذاره اونجا. این پری که اصلا از نادانی سمبول گذاشتتش، نمیدونم وزیر چی حالا دیگه از اونجا میخواد ورش داره بذارتش برای خلاصه کیاس. کیاس که اینجا میگن محشر خر، یعنی یک چی بگم، یک شیر تو شیر و خر تو خری هست که نگو و نپرس. دیروز با افتخار گفت من خودم تنهایی این ریکس تلرسون رو اخراج کردم. طرف دیشب مسخرهش میگم، میگم مرد حسابی، کسی دیگه نمونده که به تو صحبت کنه، خودت هستی. و این عروسکی که گروگان گرفتی، به زنش میگن عروسکی که کپچر، گروگان، گروگان نه یعنی اسیرش کردی، گرفتیش فعلا. در هر صورت این یکی. و امروز یا دیشب بود که خبر درگذشت استیون هاوکینز، اون آقایی که اصلا دنیا رو متحول کرد و کسی بوده که سالها پیش دکترها بهش گفتن تو 2 سال دیگه میمیری و اون گیوپ نکرد، نبرید و نگو خب حالا که من میمیرم برم فکر کفن باشم و ببینم اینجا قبله کجاست و یکی از این قبله نمای آقای رزمارا رو بخرم و فلان اینا. و نه، رفت که دستگاه های اختراع کرد و اونای دیگه هم براش کار کردن. و این آقا خیلی به اصطلاح طبع شوخی و اینها داشت، با وجودی که فلج بود سالها روی این صندلی چرخدار یا چرخ صندلی دار، صندلی چرخدار درست داره، نشسته بود، ولی همیشه بزلگو و شوخ و اینها بود. و وقتی که برای این دوستمون نوشتم ماجرای آقای دکتر خدا دوست رو، آقای لادن نوشت که افراد اینچنین به اصطلاح فرهیخته و دانشمند و متین وقتی از دنیا میرن، مانند این میمونه که یک کتابخونه رو آتش زده باشن. همون موقع فکر کردم خب بیان این کتابخونه ها رو ضد آتش کنیم، بیان دیجیتال کنیم، بیان چند جای مختلف بذاریم. الان رسم این شده، اون موقع تو فروشگاه های دوربین یا دو تا دوربین میذاشتن و اگر شب طرف نبود دوز میمد، دوز اولین کاری که میکرد میره اون دستگاه ضبط و برمیداشت میکند میبرد، دیگه میدونست که حالا فردا پلیس هم که بیاد نمیتونه پیداش کنه. ولی الان چیکار کردن؟ بعد از این به این نتیجه رسیدن که دوربین که میذارن، این دوربین همون موقع اینو میفرسته یه جای دیگه، روی اینترنت یه جای دیگه ضبط میشه که اگر آقا دزنه یا خانم دزنه هم اومد دوربینا رو کند و دستگاه رو برد، باز اون باشه. و این ماجرای همه تخم مرغا رو توی سبد نذاریم، هر کی اینو گفته فکر خوبی کرده. یا اون ماجرایی که مردی بود و یک، ما میگیم کلوک، یه ظرف عسلی بود و هی نشست صحبت کرد من اینو ببرم شهر و میفروشم اینا، خوشحال شد خندید زد شکست و اینا، در صورت که اگه این تو چند تا شیشه باشه ماکسیموم یکیش میشکنه، دو تاش میشکنه. و الی آخر. دوستان عزیز بذارید بهتون بگم که امروز ساعت 3 بعد از ظهر برنامه عقل بشر قسمت 43مینش برای شما پخش میشه. و من حقیقتش وقتی این برنامه رو شنیدم، چون ایشون عکسای فرستاده بود باد روی این به اصطلاح میذاشتم از دقیقه 3 و اینها، هم خندم گرفته بود هم ناراحت بودم، عصبانی بودم، خنده و خشم که این داستان ها، حالا این بنده خدا زحمت میکشه به ما میگه، ولی این داستان ها رو واقعا اینایی که نوشتن، اینایی که پخش کردن
عقل نداشتن که حضرت محمد رفت با جبرائیل، با عزرائیل، با موسی، هی رفت بالاتر، هی رفت بالاتر، هی رفت بالاتر. نمیدونم حالا ببینیم اون ملکه‌ای که ملکه نه چه فرشته‌ای که اومده اونجا حجاب داشته نداشته، داستان جالبیه. البته تنها ایراد من به این برنامه اینه که برنامه‌های اولیه ایشون خیلی بیشتر راجع به عقل بشر، عدم کنترلش در دست بشر و اینها بود. الان همه برنامه‌ها رفته به طرف قرآن و دین و نه فقط اسلام، دینای دیگه و اینها. این نظر منه، چون ایشون همیشه گفته که به اصطلاح دوست داره نظرات شما رو هم بشنوه. لطف کنید وقتی این فیلم رو دیدید، حدود 15 16 دقیقه است، حدود یه سی تایی عکس هست که در حینش نشون داده میشه. اینا نشون میده از همون موقع جراح قلب بودن، سینه طرف رو میشکافتن، بدون خونریزی قلب رو در میآوردن، عوض میکردن چنین و چنان، و کارمون خیلی خرابه. در رابطه با کارمون خیلی خرابه، امروز صبح باز قبل از برنامه و قبل از اینکه برم بیرون اینها، یه سری کلکل داشتیم با این دوست خوبمون آقای سعید کاووسی. و آقای سعید کاووسی هر وقت که صحبت میکنه من میگم بابا، تازه من وقتی میام صحبت میکنم میگم کارمون خیلی خرابه، یعنی منم جز به شما هستم، باز ملت بهشون بر میخوره. ما ملت خیلی نازنازی داریم، خیلی نمیخوام بگیم بچه ننه هستن، هممون بچه ننه اون هستیم دیگه. این کی کلمه بچه ننه از کجا اومده؟ شما بچه بابات هستی؟ بله. خیلی همون به یک قوره سردیمون میشه، به یک مویز گرمیمون میشه. آقای بهش میگم من که تازه اینا رو میارم تو جمع خودمون، یه چیزی میگم که یعنی به خودمم به اصطلاح جز بشم، ناراحت میشن. اون وقت تو نشستی اون ور همش هی میگی شما ایرانی ها، شما ایرانی ها، شما ایرانی ها. و خلاصه جالبه، حالا اگه بشه یه روزی هم از آقای کاووسی دعوت میکنیم این دفعه ماشین و تعمیر و مکانیکی رو بذاره کنار و بیاد یک ساعتی 90 دقیقه با شما به اصطلاح گل بگه و گل بشنوه. اگر هم دوست داشت تلفن رو باز میذاریم یا اسکایپ رو باز میذاریم. یادمه اولین کسی که با اسکایپ قبل از اینکه این فیسبوک و لایو و اینها بیاد، این آقای دکتر مولانا ملازاده بود که اسکایپ رو باز کرده بود و مردم میتونستن بیان صحبت کنن. البته یه چیزی بهتون بگم، مثلا این برنامه این بیچاره کامران قادری بحران زده رو میدیدم گاه گاهی، این نشسته اینجا حالا توی چادرش اینجوری سرد و میخه حرف میزنه، هی میگه هه 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 هه. بعد یکی میاد طرف مثل که خواب بوده، این تلفن گرفته که نوبتش بشه، بعد حالا که نوبتش شده اینجوری، یا اون علی بهبانی عقب افتاده یک کلاهی رو سرش بود اینجوری، گاهی وقتی اینو میذاشت اینجاش قرار هست شما بیاین رو برنامه. اقلا بابا، حالا ما نمیگیم فوکل و کراوات و نمیدونم پاپیون، اقلا دستورتو بشو، قیق تو چشات نباشه، مف از دماغت آویزون نباشه، پیرنت برت باشه، بشینی بعد اینو یه جای صاف بذار. خیلی جالب، من یه جلدی برای این تلفن داشتم که این تلفن هم این ورش جلد داره، هم برای که شیشهش خراب نشه این ورش جلد داره. مدت ها نمیدونستم این چیه، یه فنر گذاشته پشتش. اون روز با یه پیچگوشتی این فنر رو در آوردم، دیدم بابا واقعا بعضی وقتا ما نادانی خودمون به اونا هی فوش میدیم. دیدم این فنر رو که باز میکنی، این میله رو که باز میکنی، تلفنتون رو میتونی بذارید قشنگ اینجوری رو میز تماشا کنید یا حتی نگاه کنید. بعد دوستان یادتون باشه، تو رو خدا هیچ کس علاقه نداره تو دماغ شما ببینه چه خبره. یک کمی دوربینتون رو بیارید بالاتر. اون وقتا میگفتن دوربین که اینجا هست باید روبروی چشم شما باشه، الان میگن دوربین باید روبروی پیشونی شما باشه. و ببینید فیلمایی رو که تلویزیون‌های آلمان، تلویزیون‌های آمریکا درست میکنن، و اگه برگردین قبلا 30 سال پیش اینجوری بود، بله 30 سال پیش تصویر اگه اینجوری بود گوینده هم اینجوری بود، این پایین اینجوری وسط، ببینید الان من وسط، بعد آوردنش بالا. چرا؟ من وقتی اینجا نشستم، شما هم که نشستی تا این دست و تا اینجا دیدم برنامه های آقای براتون گذاشتم از دیروز تا حالا، افشین عبداللهی، خب ماشاءالله ایشون خب صورتش دراز نسبتاً و برنامه که میذاره خیلی نزدیکه، از اینجاش شما میبینید
بابا نگاه کنید ویدیوهای دیگر رو، برید روی یوتیوب ببینید این وانترد یعنی چی، یک سوم بالا، یک سوم وسط، یک سوم پایین، کله باید توی یک سوم بالا باشه، نوشته ها توی یک سوم پایین باشه، این شکمجون توی یک سوم وسط باشه. در صورت ممنونم از افشین عبداللهی، یه ویدیوی درست کرده بود دیروز یا پریروز قبل از برنامه چهارشنبه سوری، و ایشون چون در ایران امدادگر بوده، اینجا آمریکایی‌ها میگن مثلا once a teacher always a teacher، یعنی وقتی شما معلم باشی برای یه مدتی همیشه دیگه معلمی، وقتی دیوونه باشی دیگه همیشه دیوونه هستی، وقتی خانه علی حج. ایشون چون امدادگر بوده این تو روحش، تو ذاتش، تو خونش هست، مخصوصا وقتی از جوانی شروع کرده باشی، اون که گفت العلم و الصغر النقش فی الحجر، یعنی علم و آموزشی که توی بچگی یاد گرفته باشیم مثل نقشیه که روی سنگه، البته یادش نبود که همین نقش روی سنگ با یک باران، یعنی با نگه یک باران، با باران نرم و مداوم از بین میره. در هر صورت یه ویدیوی درست کرده خیلی ساده کمک مردم، و من بهش گفتم آقا این ویدیو رو بفرست من مجانی تلویزیون مردم پخش میکنم. برای چی؟ برای که دیشب یه عده دیوانهی مثل این احمق سید محمد حسینی دلغک عقب افتاده، اصلا من فکر کنم این رفته کالیفرنیا اونجا دوامبا یا ارزونه یا آزاده، فکر کنم این هر گهگندی گیرش میاد میکشه و زده به مغزش دیگه، و نشسته به بچه های مردم میگه برید بزنید بسوزونید، و به آخوندام میگه که ببینید من اگه بیام تنبیهتون میکنم، حتی میخواد بزنه پشت دستشون، چون حخا که میخواست بره میخواست ریش و سبیل سپاهی ها رو بزنه، نمیدونم اون یکی که میخواست بره میخواست آویزونشون کنه فلان، این میخواد تنبیهشون کنه. بعد میگه که ببینید من بودجه حمله نظامی هم تأمین شده. خیلی جالبه ها، چقدر باید دیگه یک نفر احمق باشه که جلو این دوربین که میشینه و این قدرت دوربین چیه که چجوری یه نفر رو خر میکنه که یه روز بشینه بگی من یه میلیون دلار دارم ولی چی بگم از گشنگی یه خونه هم نداره که توی زندگی کنه، یه اتاق هم نداره، بعد یه روز دیگه میاد میگه که بودجه حمله نظامی به ایران رو من آردی گرفتم. ویدیو جدید شما حتما میگه این سوربی داره اغراق میکنه، دیوونه است، چون من به یکی گفتم در برنامه های تلویزیونی کمی اغراق لازمه، کمی این دوستمون جواب داده بود که آقا اغراق یعنی از حد حقیقت و واقعیت گذشتن و دست به دامن دروغ شدن. گفتم نه، مثلا تو فوتبال وقتی اون داره داد میزنه، اون که گزارش میده میگه رفت با سرعت رفت فلان، این هیچ دروغی نگفته، این اونجاییه که داره از حالت طبیعی خودش اغراق میکنه، هیجان خودش رو بیشتر نشون میده. در هر صورت دوستان میتونیم سر به اصطلاح چیزهای مختلف با هم اختلاف نظر داشته باشیم ولی عصبانی نشیم. در رابطه با عصبانیت باز این آقای عصبانی آذری ترک زبانی که میگه من ترک ایرانی هستم، گفتم آها شما اول من بگویم ایرانی هستی یا اول به من بگو که ترک هستی. بعد آقای ناصر پولی ممقانی، من بهش گفتم که ببین آقا شما آدم عصبانی هستی، کسی که به من که اصلا اون مردی که تا دیروز که به من گفت عراقی، من نمیدونستم اون آقا عراقی بوده، و به من میگی که شما از اون طرفداری میکنی، یکی باید ازت بپرسه آخه احمق جون ما که اون مردکه رو نمیشناختیم، تو آمدی معرفیش کردی، حالا از کجا معلوم که تازه معرفیش کردی اونایی که طرفدار آخوندا هستن حالا میفهمن که تو کانادا کجا برن خرید کنن، کجا برن پولشونو بدن، و روانی عقب افتاده چه کار کردی شما، خودتو انداختی تو دردسر، اون مرد کم رفته خودش انداخته تو زندان، آقای جواد رسول نیا رسول زاده هم اسیر کرده، بعد دیگران هم هی میگن بیان کمک کنین، بعد یه نفر دیروز از سوئد صحبت میکرد میگه آقا این اصلا هدفش این بوده که بره زندان و فلان و شماها هی کارشو مشکلتر نکنید، بذارید اگه قرار بوده بره زندان مثل اون آقای حسن
صبری حسنپور بیچاره که رفت دیگه هیچ خبری ازش نبود، برن اینا زندان بعد شاید بیان. اولا تا یه جا میرن دیگه می‌نویسن که ما با سابقه زندان در فلان و بیسار و اینها، این میشه جزء سابقه کار. خیلی ها رزومه که میخوای بنویسی، مثلا می‌نویسی من در شرکت مخابرات کار کردم، من تو آموزش پرورش بودم، من این کارو کردم اون کارو کردم، این دوستان می‌نویسن من زندان شاه بودم، زندان شیخ بودم، حالا میخوام برم اینجا زندان کانادا. بهش میگم آقا تو 2 ساعت جواب ننویس، برو فکر کن. بعد با وجودی که من مخالف اینم که با تلفن صحبت کنم، به خاطر شرایط خاص تو من با تلفن با تو صحبت میکنم. بعد دوباره برمیداری یه چیزای دیگه مینویسه. بهش گفتم آقا میدونی چیه، تو اصلا آدم دانشمندی هستی، از سطح فکر من بیرونی، برو دیگه. چی بگم؟ سعدی به اون پسر نادانی که اومد یه انگشتی بهش رسون، 2000 پول داد، 2 درهم هم پول داد، 2 سکه طلا هم داد، هرچی، و بهش گفت که به به پسر جون بیا. بعد این پسره گفت که ببین این سعدی شیخه، بی پول من این کار کردم، 2 درهم بهم داد، 2 سکه به من داد، اگر این کار با سلطان کنم چه کار میکنه؟ رب با سلطان کرد، سرشو زدن. حالا منم به این ناصر ممقانی گفتم آقا شما اصلا خیلی دانا هستی، برو این کار انجام بده، برو. آخه دیوانه، میگه من که از شما نخواستم کمکم کنی، شما برای من یک ویدیوی فرستاده بودی، نوشته بودی این را پخش کنی، من تا دیدم گفتم آقا این باعث درد سرت میشه، من آنچه شرط بلاغه است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پندگیر و احمق باش، ببخشید پندگیر یا احمق باش و ملال ناراحت بشو. در هر صورت اینم ماجرای ناصر ممقانی که میگه از روزی که ایمیلاشو بستن، نمیدونم اسکایپشو قطع کردن و فلان و اینها، فعالیتش 10 برابر شد. بهتر. سلام آقای صوبی عزیز، دیشب مردم ایران به این احمقهایی مثل رجوی و حسینی دلغک جواب دندان شکنی دادن. ابریشمچی هم با یک نوشته یه شکری خورده افتاد و گفت ما به قیام دعوت کرده بودیم، منظورمون سرنگونی نبود. خب شاید فیلم عروسی مریم قجر بوده. این رو آقای محمد رزاقی از پاریس فرستادن. اوستای عزیزم میگه درود بر سربی عزیز. آقا وقتی میان بگید درود ورود، وقتی میرید بگید درود خروج، که من بفهمم کدومش سلامه کدومش خدافزیه. پس شد چی؟ درود ورود، درود خروج. بعد اینا رو اگر بزنید کنار هم میشه سرود شاهنشاهی، درود ورود، درود خروج، درود 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 درود، همشون میرقصین، کیف کنید. پیام آقای خسرو بهرامی، دکتر پروفسور خدا دوست از بین ما رفت و آقای استیون هاوکینز هم رفت، افشین عبداللهی ممنون ازش، فیلمش رو نشون دادم و شما هم ببینید، نه فقط برای چهارشنبه سوریه، برای اون سه‌شنبه شبی که بچه ها میرن آتش بازی میکنن، بعضی هاشون میسوزن، بعضی هاشون میرن ترقه پشت سر این و اون، به اصطلاح ما خودمون، ما چهارشنبه سوری خیلی تو شیراز اونجایی که من بودم، اتفاقا به آقای عبداللهی گفتم شما توی ابیوردی و بولوردی اینها میگرفتین؟ گفت بله. گفتم والا یا از ما جوانترین یا شما شمال شهر بودین ما جنوب شهر بودیم. ما جنوب شهریا همچی قیرتی بازی های نداشتیم. شب عید عمر داشتیم، چون این عطاری بود مذهبی بود، شکلات و شیرینی میداد و یه مشعرهای مبتذل بر علیه عمرم میخوند. ما جوانای نادانم میرفتیم، بچه های نادان، جوان که دیگه بودیم دیگه، کارانم که بچه های نادانم برای آبنبات و اینا میرفتیم اونجا و شب عید عمر ملعونه، هر که ساکت بشینه شیطونه، از این مزخرف. بعد این دوستمون گفتم خب حالا ما میریم از رو آتیش میپریم، به آتیش میگیم که این زردی من از تو، سرخی تو از من، داستانش چیه؟ قرار شده آقای افشین عبداللهی هم لطف کنه برای ما بفرسته داستان اینو، ولی قبل از اون اجازه بدید من داستان چهارشنبه سوری رو از زبان آقای دکتر شهرام ایران بومی براتون بگم که کجا گذاشتم. چهارشنبه سوری، بله، ایشون معرف حضورتون هستن، تا حالا چندین بار مهمون برنامه ما بودن، امیدوارم جمعه هم بتونن مهمون ما باشن،
چون معمولا هر وقت با من در تماس هستن یا دارن میرن دادگاه یا دارن میرن دیدار زندانیان در بند که بلکه اونها را از زندان آزاد کن. و اما میگه چهارشنبه سوری خجسته با دکتر ایران بومی. بهتون گفتم دلیلی که ایشون مینسه دکتر ایران بومی. با یه دوست صحبت میکردم گفت خب ما زحمت کشیدیم دکتر شدیم باید بهمون بگن دکتر. گفتم خب اون کسی که زحمت کشیده راننده کامیونه، راننده اتوبوسه، اون کسی که زحمت کشیده زباله ها رو صبح میاد میبره، با به اینا چی بگیم؟ اون کسی که کارگر زوباهنه، اون کسی که جوشکاره، حالا دیگه تو مهمونی ها باید بهشون میگیم آقای ولدر، آقای مکانیک فلان اینا. و بهتر نیست برای همه یکی فقط بگیم، با آقایون بگیم آقا، به خانم ها بگیم خانم، و خودمون رو نجات بدیم. در اصل روزی با آقای دکتر ایران بومی صحبت میکردم، من فکر کردم ایشون اشتباهی دوبار نوشته دکتر ایران بومی. ایشون گفت نه، من عمدن نوشتم که دوستانی مثل شما بپرسن و من براشون توضیح بدم که من 4 تا دکترا دارم. چهارشنبه سوری خجسته باد، هپی چهارشنبه سوری. دکتر ایران بومی، سیاوش یا سیاوش یکی از مظلومترین چهره های شاهنامه است که وقتی زن پدرش سودابه به او دل بست، هرگز به مکر نامادری گرفتار نشد تا اینکه این جسارت به گوش پدرش کیکاووس رسید و شدیداً مورد خشم او گرد. سیاوش از پدر خواست تا برای اثبات پاکی و بیگناهیش از 7 تونل آتش گذر کند و اگر سالم بیرون آمد آن را دلیل بیگناهیش بداند. این آزمون آتش در آخرین سه‌شنبه که بهش میگن بهرام شید، در آخرین سه‌شنبه سال انجامید و او سرفرازانه بیرون آمد. به دستور پدر قرار شد که فردایش یعنی چهارشنبه بهرام شید در وسط چطور شد آقا سه‌شنبه بهرام شیده، چهارشنبه بهرام شیده، یه شید دیگه پیدا کنید، در وسط میدان اصلی شهر سوری به کل مردم بدهد که شد چهارشنبه سوری. خب اگه اون روزا میگفتن بهرام شید عزیز دلم، عزیز برادر، آیا فکر نمی کنید باید اسمش میموند بهرام شید سوری؟ اوکی اب نداره، شما بگین ما هم زیر سیبیلی رد میکنیم. انقدر زیر سیبیلی رد کردیم که سیبیلمون کج شد، رفتیم زدیمش دیگه. بله، که به کل مردم بدهد که شد چهارشنبه سوری و این روز جشن ملی شناخته شد و ما هم واپسین سه‌شنبه را به یاد پاکی و انسانیت با پریدن از روی آتش جشن میگیریم. چهارشنبه سوری در حقیقت نشانی از پاکی ایرانیان است. وبسایت ایشون هم هست iranbumi.com، بومی هم BOMY هست. حالا شما اینو داشته باشین، مخصوصا این دوستمون که وکیله و در دادگاه میره و میاد، اگر اولا این داستان شما یک ملت به من نشون بدید در دنیا که یک کتابی رو ورداره، حالا به غیر از حزب الله، به غیر از مسیحی ها، به غیر از جودا کلیمی ها، یک کتابی رو وردارن و از قصه و داستان و مزخرفات این رو تبدیل کنن به تاریخ، از او گذشته این رو وردارن، حالا بگن این نشانه پاکی. خب آقا از این به بعد شما هر وقت میری تو دادگاه بگو آقا چرا وقتتون رو تلف میکنید 11 ماه، 16 ماه، 2 سال، هی مردم رو میکشین میارین محاکمه و سند و استشهاد و شاهد و فلان و بیسار، اینها یک آتشی را بندازین، به این آقا بگو برو، حالا 7 تونل هم نه، اگر از یکیش رد شد بگید آزاد بره، اگه اونجا سوخت جنازه‌ش رو بندازید و بگید گناهکار بوده. آقا خانم نمیخونه این داستان ها، این مزخرفات، این دروغ ها. یه زمانی که نه تلویزیون بوده و اینها، برای هم دیگه میگفتن، همینجوری بین مردم افتاد. طرف میگه آقا چهارشنبه سوری مردم ایران چون آدم های مغروری بودن، وقتی خوراک نداشتن باید میرفتن قابلمه زنی و اونجا خوراک میگرفتن. میگم آقا شما که خودت میگی این پادشاه ها حتی زنای حامله رو حقوق میدادن، بعد از حاملگی و وضع حمل هم بهشون حقوق میدادن، به آدم ها چیز میکردن، همه happily ever after، همه خوشحال قندان، آخه چرا دروغ میگید که حالا سرتون تو خمره گیر کنه؟ نظر شما راجع به چهارشنبه سوری، آقا جشن بگیرید، هر روز جشن بگیرید.
شنبه سوری، یه شنبه سوری، دو شنبه سوری، چهارشنبه سوری، پنجشنبه سوری، شششنبه سوری، هر روز جشن بگیرید. ولی این مزخرفات از رو آتش پریدن و نمیدونم سوختن و ترقه پشت سر زن حامل منفجر کردن، اینا رو بریزیم دور، کمش کنیم. همینجوری که این آمریکایی‌ها الان دارن کم میکنن این هالووین رو و میگه آقا طرف رو میبریم در خونه همسایمون به بچه آدامس میده، بعد میبینید توش تیغ بوده، یه مش آدم روانی دیوانه. اینایی که از هم وحشت دارن خودش با پای خودش بچه رو میگیره میبردم خونه همسایه، دست میکنن توی چیزه، من که میرم بیرون. یا برید اصلا گلی چیزی بدید به این بیمارستان ها که کسی نمیره ملاقاتشون. اینها در باره این از آتش بگذرید. و اینها یک چیزی رو روی فیسبوک گذاشتم براتونم میگم، نظر شما اولا درباره اعدام چیه؟ من اون وقتا فکر میکردم اعدام خوبه، تحت تاثیر این تبلیغایی که بله وقتی کسی چش در مقابل چش بلان اینا، گفتیم خب قصاص که بکنن جامعه پاک میشه. بعد دیدیم نه آقا اینجوری نیست، اگه پاک میشد عربستان سعودی نمیدونم همین این چیزا رو کلیمی هم داشتن، همینا رو مسیحی هم داشتن، چشم در مقابل چشم، شلاق زدن، سنگسار کردن، اصلا از اون دینا اومد تو. اسلام فقط کپیه، کارش کپیه. خب داشتن ولی جامعه بدتر و بدتر شده، پس اعدام کردن اینها راه چاره نیست. راه چاره چیه؟ اینجا یه چیزی درست کردن، اسمش گذاشتن correction facility، یعنی یه جایی که طرف میره تصحیح میشه، درست میشه، که هیچ درست هم نیست. یا تو ایران شنیدم که به زندانیان میگن امداد مددجویان، به اونایی که زندانبان هستن میگن امدادگر. که اینجوری حالا اسم این بنده خدایی که مثل عبداللهی امدادگره، یعنی نمیدونم اینجا بهشون چی میگن، مد، که میان کمک میکنن، مثلا تو آمبولانس نشستی، دکتر نیست ولی پرستارم نیست، ولی کسیه که از علوم طب و کمک های اولیه انقدر میدونه که جلو خونریزی و اینا رو بگیره تا شما رو برسونن به بیمارستان. چند تا موضوع تعلقاتی شد اد نداره. باز خسرو بهرامی رو گفتم اجازه بدین دو تا پیام از ایشون پخش کنم و ضمن اینکه این خبرها رو گفتم ولی اب نداره، بذارید من پیام یک و پیام دو. پیام یک رو با هم بشنویم. سلام عرض کردم آقای صوفی، بهرامی هستم از نیویورک. امروز داشتم برنامه‌تون رو می‌دیدم، برف میاد اینجا شدید، خشین چی نشسته. خیلی ممنون از برنامه خوبتون، از اون مهمون عزیزتونم آقای امیر حسین لادن. بعد یه جمله اشتباه بود، چون انگلیس ها اون من مدارکی رو بذارد اون خارج انگلیس خوندم، میخواستن برادر شاه رو شاه کنن، این موضوعیشون رو شاه رو شاه کردن، برادرش رو میخواستن شاه کنن که مخالفت شد با همون نخست وزیر، بعدا شاه رو تنبیه کردن. بعد یه چند خبر بود میخواستم خدمتتون عرض کنم اگه براتون مهم بشه یا برای بینندگانتون. سفیر ایران در اتریش و دیروز کشتنش و اون شخصم من شنیدم تیراندازی شده بوده، اون طرفی که سوء قصد کرده بوده یا زارب بهش میگن اون کشته شده، ولی خبر نداشتم که سفیر ایران کشته شده. کسی خبر داره یا همین که آقای خسرو بهرامی میگه دیگه به اصطلاح ایشون لابد خبر مستندی داره؟ بفهم کشته شد در اتریش و امروز هم حمله کردن به سفارت ایران در انگلیس با کارت مرتف و آتیش و اسپری و همه چی که تغییر رژیم، و دو نفر هم دستگیر شدن. در ایران هم به 8 مسجد آتیش زدن، یه چند تا بانک بوده، جوان ها الان شبا تو همین کامپیوتر تو اینترنت چیز میکنن، سرچ میکنن، میرن بانک ها رو آتیش میزنن و مسجد ها رو، یک مسجد علی، مسجد جواد، همه اینا تو شمرون اینا آتیش زدن، تو مشهد هم
گرمی هم که بوده که با من تماس گرفتن، صندوق بازنشستگی شرکت نفت 28 میلیون هم گم شده که این آقای ربیعی و این آقای میرزایی میگن رابطه ما خراب میشه با یونان، این شخص رو ول کنین. این شخص هم اسمش مرسیه و تو دادگستری الان تو دادستانیه تو زندان ایران، حالا صداشو در نمیارن. بعدنی خبری که خیلی مهم بود، ست کشتی اصلا میز شده. حالا پول بله ممنونم، فقط لطف کنید تکرار مکررات نباشه. و ماجرای دکل گم شدن و کشتی گم شدن و اینها که الحمدلله به نظر میرسه این جیب شیخا از جیبای شاه عمیق‌تره. و بهتون گفتم ما یه فامیلی داشتیم، آقای مجد آخوند بود و البته آخوند باحالی بود، عرقش رو میخورد، تریاکش رو میکشید، آواز خون خوبی هم بود، ولی این هر وقت میومد این عباش رو در میآورد که بره دست نماز بگیره، ما بچه ها میرفتیم دست میکردیم تو جیب این، جیب اینا تا اون پایین جیبه. حالا من نمیدونم چرا جیبه به این بزرگی و اینجوری دیگه. یه پیام دیگه هم ایشون باز گذاشته، دلیلی که میگم بنویسید، شما اگه اینا رو به صورت سرتیتر بنویسید خیلی قشنگتر میتونید بیان کنید، خیلی سریعتر گفته میشه. اتفاقا آقای امیر حسین لادن که شما هم تعریف کردید و تشکر کردید از برنامه‌شون، توی این کتاب یه جایی از دوستشون یا معلمشون، از معلمشون تعریف میکنن که معلمشون به ایشون به شاگردها گفته که سعی کنید خلاصه بنویسید. من میخواستم این کتاب رو اونجایش که مهمه به اصطلاح خط بکشم، فعلا رسیدم صفحه 18. البته اولش آدم زود میره چون صفحه اول چیزی نیست به اون صورت، ولی مقدمه رو دارم میخونم و دیدم اگه اینجوری باشه با همش خط بکشم، چون همش هم جالبه هم بحثی برای گفتن هست. ببینید ایشون نوشته که پیش از آغاز فرهنگ شناسی سخنی در مورد مختصرگویی و حذر از پیچیدگویی. 40 سال پیش ضمن شرکت در یک دوره فوق لیسانس مدیریت در مدرسه مدیریت صنعتی ایران با استاد جمشید قراچه‌داغی که ضمن سرپرستی مؤسسه تئوری سیستم ها را نیز تدریس میکرد آشنا شدم. یکی از کتب کلاس او مدیریت و آنالیز سیستم ها بود که قراچه‌داغی یه بالا نوشته قراچه پایین قرچه است، معمولا تایپور، قراچه‌داغی جمع‌آوری و تدوین کرده و صفحه اول این کتاب با جمله اگر چیزی برای گفتن داری مختصر بگو آغاز شده بود. در این مورد حسن نراقی نیز در کتاب ارزنده جامعه شناسی خودمان می نویسد من از پیچیده نویسی و پیچیده‌گویی گریزانم. امروز پیچیده‌گویی به نوعی تبدیل به یک مرض فرهنگی رایج شده است. نگارنده در اجرای این پندها مختصرگویی و آسانگویی و همچنین گریز از پیچیده نویسی و پیچیده گویی کوشا خواهم بود. دوستان سعی کنید کوتاه، مفید، مختصر. معروفه که میگن آقای هویدا، امیرعباس هویدا بود دیگه، این گفته من گزارشایی که بیشتر از 2 صفحه باشه نمیخونم چون میدونم مزخرفه. ولی خدا بگم چه کار کنه این معلمای انشا رو که اونا به ما یاد دادن. آقا پول بهتر است یا ثروت؟ پول یک کلم برو دنبال کاره 20. اگر ما پول را و ثروت را به دست بیاوریم، پول بهتر است یا ثروت؟ ببخشید علم بهتر است یا ثروت؟ میگفت که باید 2 صفحه باشه، درشت درشت هم ننویسیم. خب پس باید تکرار مزخرفات باشه، نه تکرار مکررات هم حتی، نه تکرار مزخرفات. یعنی یه مزخرفی رو گفتی حالا هی تکرارش کنی که آقای شایخ که میاد سر کلاس به نویه برسارم خوب نمون نمرت شد 14. ولی اگه میگفتن کوتاه و مفید مختصر بنویسی. آقا من با بعضی از دوستان صحبت میکنم میگم خب آقا من باید برم، میگه بابا صبر کن الان بهت میگم. میگم والا نیم ساعت پیشم گفتی الان بهت میگم. این کتاب خدا سالاری و درماندگی بود، صفحه 1 و 2. به اصطلاح قسمتاش هم من عکس گرفتم بذارید بهتون نشون بدم، نوشتم خدا 1 خدا 2 اینجا. اگه یه وقت خواستید و روی اینترنت پیدا کردید که
بهتر نه بهتر نیست، بهتر اینه که با ما تماس بگیرید، ما ارتباط شما رو با آقای امیر حسین لادن، نه بابا نه بنده خدا به ما گفته کتاب بفروش نه چیزی. بله آقای یوسفی میگه خبرها کهنه است و در پرونده بابک زنجانی مطرح شده، این دوست شما تازه شنیده. آقای یوسفی آمریکایی یه چیزی دارن میگه it is new to me، مثلا یه ماشین که میخره میگه من یه ماشین نو خریدم، ما اولا میگه این ماشینی که کهنه است، میگه برای من نو، میگه برای من نو، برای اونایی که نشنیدن این خبر جدیده. اتفاقا این که شما میگی من بارها دوستان میگن آقا اول برنامه بیا خبر بگو، میگم عزیز من خبرایی که من میگم شما اگه تو اروپا باشی 6 ساعت 5 ساعت از من زودتر از خواب بلند شده باشی 5 ساعت این خبرها رو زودتر شنیدی یا خوندی، پس میشه تکرار مزخرفات دوباره. و ولی خب دیگه یه دوستی وقتی لطف میکنه میگه ما پخش میکنیم. تازه الان فکر کن یه پیام دیگه هم گذاشتن، ببینم استعفا نداد عزیز من، فایرش کرد و این احمق ترامپ که برنامه داشت، برنامه‌ای که میگفت تو اخراجی you are fired، تو چش طرف نگاه میکرد تو تلویزیون میگفت fired، حالا هر کسی رو میخواد اخراج کنه، این بنده خداها یا تو مسافرتن یا تو ماموریتن، با تلفن دستی خودش توییتر میفرسته. شما اگر اون متن توییتر رو بخونی اصلا به این نگفته تو اخراجی، به یه نفر دیگه گفته تو بیا جای این، و اونم چقدر قشنگ، کسی که چند ماه پیش به ترامپ گفته بود موران، بعد یه نفر ازش پرسید آقا تو به این گفتی موران؟ اصلا نگم نگفتم و اینها، بعد یکی اومد گفت گفته فاکینگ موران، یعنی دیگه از اونم بدتر. و از همون روز این ترامپ میخواسته اینو اخراج کنه، اخراجش کرده عزیز من. تفاوت بین اخراج و استعفا خیلیه. و الان اون کسی رو که رئیس CIA بود گذاشتن بشه وزیر امور خارجه، کسی با معاون یا یه نفر دیگری که زیر دست اون بوده کردن رئیس CIA، اون خانمه رئیس CIA جینا اگه اسمش درست بگم، این کسیه که در دوره بوش موافق شکنجه دادن افراد بوده، حالا به هر دلیلی، یعنی شماره که میگیرن طبق قانون آمریکا میگن این 24 سال باید آزاد بشه، حق شکنجه ندارن چنین چنان، اینا گفتن خب طبق قانون آمریکا ما که تو آمریکا نیستیم، میبریمش بیرون، بردن کشورهای مثل عربستان سعودی و اردن و اینها، اون حکومتایی که از ایران کثیف‌ترن اونجا، حالا ایران دیگه خودش راحت شکنجه میکنه کاری به کسی نداره، ولی اونا شده بودن پایگاه شکنجه های این و چه فیلم ها در این مورد ساختن. این خانم ممکنه تو مجلس به مشکل برخورد کنه، همین آقای جان مکین که الان مریضه و نمیاد و اینها چیز مغزی داره، نوشته بود فرستاده بود که این خانم یکی از تندروهایی هست که دنبال جنگ. گفتم خب آقا آقای تلرسون هم که کردن بیرون، برای که تلرسون میگفت که جنگ نکنیم با ایران و چیزاش با این فرق میکنه، ولی این پامپئو کی که آورده همون شهر هست که سوخته بود آتش مال ایتالیا، فاملیش اونجوریه، این هم از این همش دروغه. فیلم ها قدیمی هستن که چرا تا در آتیش زدن که 68 سال به 11 نفر زندان داد، حالا آقای حسینی اینجا بره هر شب بره دم این کافه دم اون کافه، بلکه 4 نفر پیدا بشن مجانی یا آبجو براش بخرن یا شامشو بدن. البته آقای عبداللهی دیدم گفت خب اینایی که تو خیابونن فلان اینها، ولی شما باید بگی که این کارا رو تایید میکنی یا نه، یعنی من بشستم اینجا شما نشستی تو آلمان به بچه های مردم بگیم برو تو خیابون کوکتل مولوتوف اینجوری درست کن، دیدم اون موقع چند سال پیش این احمق دکتر فروتن و یکی دیگه یه چند تا از خودش بدتر احمقتر، فقط دلشون خود بود که باباهاشون پول دادن اینا اومدن اینجا هی برای که برن دیسکو هی گفتن بابا جون داریم درس میخونیم، لیسانس گرفتم فوق لیسانس هم گرفتم، حالا میخوام دکترا بگیرم، 6 تا زن دیگر تا حالا گرین کارت فلان ویسار اینها، اینا هی دکتر دکتر نشسته بودن چی ساختن کوکتل مولوتوف یاد مردم میدادن، که اینجا بهش میگن مولوتوف کوکتل، کلمه کوکتل اصلا چیزی رو که میکس میکنن مشروب و اینا رو میگن کوکتل، حالا این کوکتل مولوتوف برای که دو تا مواد دیگه ما هم داریم یادتون میدیم، یا بنزین و صابون و بعدا فتیله رو میزنی و دو شاخش میزنی تو پریز بمانه.
اینا رو شما تایید میکنی؟ یعنی شما میگی بعد از اون ماجرای 57 هنوز هم باور داری همین کارا باید باشه و کسی که با خشونت پیروز بشه، کاگو جون، آقای عبداللهی، باید با خشونت حکومتش رو نگه داره. کسی که با اسلحه پیروز بشه باید با اسلحه حکومتش نگه داره. کسی که با سرنیزه و نمیدونم قدیما شمشیر باید با شمشیر حکومتش نگه داره. ولی کسی که قانونی، کسی که تدریجی، برو کجا؟ هندوستان، جنبش نمک، راهپیمایی نمک، راهپیمایی گاندی، بیا آمریکا، جنبش اون مارتین لوتر کینگ، اینا اون وقت دیگه اسلحه نمیخواد. اینا قانونی میرن جلو، یواش یواشه، بله حرکت آهسته است، ولی ما داریم دیگه. میگه رهروان است که آهسته و پیوسته رود، لاک‌پشت رهروان نیست که گه تند و گهی خسته رود. ماجراش یادتونه؟ تو کتابای شما بود آقای عبداللهی، یه خرگوشی یواش یواش میرفت، یه ببخشید یه لاک‌پشت یواش یواش، ما شیرازی ها به لاک‌پشت میگیم کاسه پشت، یواش یواش میرفت، خرگوشه میمد مسخرش میکرد و میپرید میرفت اونجا وای میساد، این تا میمد اینجوری، بعد گویا تو این پریدنا و اینها یه اتفاقی براش افتاد، یه جایی شکست، یه جایی پاره شد و اینها، بالاخره اون زودتر از این رسید. اونی که پیوسته و آهسته رفت زودتر رسید، چون با برنامه بود. من روز درباره آقای زرابی صحبت کردم، گفتم خب آقا اگه آقای شمیرانی رو قبول داری شما برو دنبال آقای شمیرانی، و اگه آقای رضا پهلوی رو دوتاتون قبول دارین برین اونجا. یه دوستی تماس گرفته و نوشته و پیام گذاشته که آقا شما به اینها گفتید، من همین کاری که شما گفتی باور داشتم، به رضا پهلوی تماس گرفتم و هیچ برنامه ای نداره این مرد، اصلا تو این باقا نیست، تو این فکرا نیست. آقا مگر دیو خودتونو بذاری جای این رضا پهلوی تنبل خداییش، دیوونه هستی بری ایران؟ شمایی که مامان جون دادت دسته فرانسوی بزرگت کرده، فرانسوی رو مثل بلبل حرف میزنی، اومدی اینجا انگلیسی صحبت میکنی، حالا هم دخترت شده مدل، هر روز میری این ور ور، مرض داری که بری ایران؟ بری ایران بشی پادشاه چی؟ بابا گفت دیگه، اون احمد شاه بود، گفته بود که من ترجیح میدم که توی فرانسه لبو فروشی کنم تا اینکه پادشاه یه مش آدم نمیدونم گشنه گدا و فلان باشه. البته کاش لبو فروشی باز کرده بود، اونم بیکار همینجور خورد و خوابید تا مرد بماند. و اما پیام خسرو بهرامی را از نیویورک پخش کردیم، کتاب خدا سالاری درماندگی، صفحه دومش هم بهتون نشون دادم، بذارید ببینم. این فیلم های من رو بعد باید یکی ادیت کنه، اینجا رو برداره بچسبونه به اینجا، اینجا رو برداره بچسبونه به اینجا تا ردیف بشه. از هر دری سخنی، بله آها، اینجاست که من در برنامه آینده که بخوام با آقای لادن صحبت کنم، دو سه تا سوال خوب از کلاس و از کتابشون آماده دارم. چرا کشوری که تمدن بشریت را پای ریزی کرده چنین خوار و ضعیف است؟ من میخوام بگم آقا اصلا این اولش غلطه. کی میگه که ما تمدن بشریت رو پای ریزی کردیم؟ این چه سالی بوده؟ قبل از اون سال کی بوده؟ کجا بوده؟ دنیا کجا بوده؟ چرا ملتی که فلسفه پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک، یعنی اوج انسانیت را قرنها پیش الگوی زندگی، آقا الگوی زندگیشون نبود، دنبالش بودن نرسیدن، دنبالش بودن که گفتارشون نیک بشه، پندارشون نیک بشه، از بس بد بودن نرسیدن که، یعنی اوج انسانیت را قرنها پیش الگوی زندگیش قرار داد، حالا گیرم که قرار داد بهش عمل کرد. امروز در جهل خرافات مذهب بتبر می باشه. شما که تاریخ شناس محقق هستید و دیگر دوستان، به من بگید در تاریخ 2500 ساله ایران چه زمانی یک پادشاه داشتیم که مردم در رفاه بودند، حقوق آزادی و اجتماعی و اینهای مردم به اصطلاح رعایت می شده؟ یا از اونم برید عقبتر، برید تو 7000 سال گذشته ایران، برید تو 10000 سال گذشته ایران، حتی ایرانم ول کنید، برید اصلا تو دنیا، به من بگید در چه زمانی، در کجای این دنیای خاکی یه شاهی بوده، یه حاکمی بوده که مردم حق رأی داشتن؟
گفتم بهتون اتفاقا تو یک نوشته یا مصاحبه ای از آقای لادن دیدم که میگن یک اروپایی آمد آمریکا، بعد گفت حالا فهمیدم که آمریکا که پیشرفت کرده دلیلش اینه که اینجا مردم سالاریه. گفتم آقا این شوخی میکنین؟ بعد که یکم گوش دادم دیدم مثل که 200 سال پیش اون آقا اومده آمریکا. بله 200 سال پیش اینا مثل اول انقلاب که مردم شما تو کوچه ها که میرفتی شیرینی بهت میدادن، همه میخواستن از اون چیزی که هستن تظاهر کنن بهتر هستن، مردم آمریکا هم توی همچین وضعیتی بودن. ولی تو همون داستان ها تو همون سال ها بخونید چه مکافات ها اینا کشیدن، چه دعواهایی با هم داشتن. و اما چرا ملتی که اولین منشور حقوق بشر و تحمل دگراندیش را 2000 سال پیاده کرد، آقا کجا پیاده شد؟ آقای کوروش، آقای داریوش، اینها اگر به حقوق بشر احترام میذاشتن حمله نمیکردن با کشورهای دیگه. یکی از دلایلی که اسکندر حمله کرد به ایران به خاطر حملات قبلی اینها بود به اون کشورها و ظلم و ستمی که به مردم کرده بودن و طلاها و به اصطلاح ریسورس ها و اینا رو گرفته بودن برای خودشون نگه داشته بودن. و قبل از این 2500 سال ما چی بودیم؟ ما قارچ بودیم، یه دفعه سر در آوردیم. 3000 سال قبلش کی بوده؟ این آقای کوروش کجا رفته مدرسه؟ معلمش چی بوده؟ بابا این اسکندر وقتی میخونی نمیدونم ارسطو این بر، افلاطون اون بر، اون میری چینا نمیدونم کنفوسیوس این بر، اون بر، ما کیو داشتیم؟ به قول بعضی از مجری های سلطنت طلب ما کی رو داشتیم؟ آقای فواد پاشایی گفت این آقای لیلا بهلوی هنوز نمیدونه کی رو کجا بذاره. ما هم نوشتیم، ما ویدیو خودش گذاشتیم، بعد دوستان گفتن آقا شما که میدونی معنی این چیه؟ گفتم والا من حرف ایشونو گذاشتم، شما بهش تماس بگی راهنماییش. و اما درود بر شما آقای سربی، آقا درود ورود، شما اومدی، درود ورود بر شما آقای سربی. دقیقا درست میفرمایید، کسی که با خشونت مبارزه کنه و در صورت پیروزی با خشونت هم حکومت میکند، من هم با این حرف شما موافقم. اما کسانی که موافق خشونت برای مبارزه هستند معتقدند که این نظام بدون خشونت با دعا و سلام و صلوات برکنار نخواهد شد. مبارزه مدنی هم که متاسفانه فعلا شدنی نیست. چرا شدنی نیست؟ برای که کسی باور نداره. رضا پهلوی هم که اومد گفت مبارزه مدنی و نمیدونم فلان، حال نداره که بیاد جلو. ایلا اگه اومده بود جلو بنده بهش میپیوستم، شما بهش میپیوستی. شدنی هست، کسی نیست که انجامش بده. یه نفر یه چیزی نوشته بود، حالا بهتون میگم. فکر کنم خدایا این عکساره که ما میذاریم و میندوسیم چجوری یادداشت کنیم که به استون به اون موقعی که میخواییمش بازش کنیم. زیر یه ویدیویی نمیدونم مال آقای صادق زیبا کلام بود، دیدید مثلا یه نفر میگه آقا این چیزایی که شما میگی یه دهمشو عمل کنید. یه نفر اومده بود نوشته بود که آقا این چیزایی که شما میگی لطفاً 10 برابر عمل کنید. گفتم نگاه کن، این همون پیچیده نویسی و پیچیده نمیدونم گفتن و اینای ما هست که اینجوریه. و الا اون چیزی که فوری به مغزمون میرسه اگه اونو بگیم راحت تره، آسون تره. واشنگتن گاز پاسپورت. آها، امروز با یکی صحبت میکردم راجع به پاسپورت و ایران رفتن و اینها بود و بهش گفتم که بنده اگر یه روزی ایران بذاره من و شما با پاسپورتی که داریم یا آمریکایی یا آلمانی بریم، من میرم ایران. در غیر این صورت بنده ایران برو نیستم. و بهش گفتم دلیلش هم اینه، دوستان پاسپورت آمریکایی خودتون رو در بیارید بخونید ببینید روش نوشته چی. وقتی که حالا اون بالا نوشته که and that government of the people by the people for the people shall not perish from the earth، این آقای آبراهام لینکلن گفته این government، این دولت، این حکومتی که از مردمه، برای مردمه، با مردمه، نباید از اینجا به اصطلاح ناپدید بشه. بعد پایین ترش نوشته
چون پاسپورت مربوط به وزارت امور خارج است. نوشته The Secretary of State of the United States of America. خلاصه توضیح میده که این دارنده پاسپورت یه شخص آمریکاییه و من از شما خواهش میکنم که با این همکاری کنید، هر چی سریعتر راهش بدید به مملکتتون و اگر کمکی هم احتیاج هست راهنماییش کنید یا با ما تماس بگیرید. بعد پتیک نوشت که صاحب جان پاسپورت ایرانی میدونه نوشته چی؟ نوشته در حفظ این پاسپورت کوشا باشی. خب آخه این احمقانه نیست؟ چه کسی میره مثلا گواهینامه یا پاسپورت میگیره که گم کنه؟ هر کی میره میگیره که نگهش داره، در حد توانش هم کوشش میکنه که گمش نکنه. اون یه مملکتی تنها چیزی که به مغزش رسیده اینه که شما در حفظ و نگهداری این کوشا باش. چشم. خب و اما یه چیزی این پاسپورت رو نشون دادم، بذارید پاکش کنم، اینایی که پاک کنم یه کمی جا پیدا میشه. اون روز براتون نشون دادم که در رابطه با فوش و صادق هدایت و اینها صحبتایی که شده بود، بعد از آقای زرابی خواستم که اینو برای من بفرسته، دیگه این رو این دفعه لطف کرده به صورت نوشته عکس فرستاده و من میتونم نگه دارم و هر وقت خواستیم بیاریم اینجا یادمون بره که یادآوری کنیم که اگر کسی فوش میده دلیلش اینه. فوش یکی از اصول ایجاد تعادل در آدمیزاد است. اگر فوش وجود نداشته باشد، بله، آدمی دق میکنه. بیشتر از تعداد و نوع فوش هر زبان، بیشتر از تعداد و نوع فوش هر زبانی میشود از اوضاع مردمی که در یک ناحیه زندگی میکنند سر در آورد و رابطه بینشان را کشف کرد. زبان فارسی اگر هیچ چیز نداشته باشد، فوش آبدار زیاد دارد. ما که سر این ثروت عظیم نشسته ایم، چرا ولخرجی نکنیم؟ دوستان عزیز، کم کم به ساعت 3 نزدیک میشیم. من چون ساعت رو نذاشته بودم 2:30 یادآوری کنه، بریم کنسرت اندی رو ببینیم. تور اندی در هر جای دنیا که هستید برید و ببینید و اینها. و بعد ساعت 3 دو دقیقه دیگه با دوستمون از خلیج فارس برنامه عقل بشر رو با هم میبینیم. بزرگترین و کنسوکترین تور موسیقی 1397 برای اولین بار تور جهانی بیقرار 2018 اجرای کامل آلبوم استثنائی بیقرار با نام پر افتخار موسیقی پاپ ایران در صحنه های بین المللی. اندی، دهم مارس نیویورک، 16 مارس سیاتل، 17 مارس ونکوور، 20 مارس لندن، 21 مارس دوبی، 22 مارس استانبول، 24 مارس ایروان، 26 مارس تبریز، 28 مارس قبرس، 30 مارس آنچانا، 20 آوریل شیکاگو. برای اطلاعات بیشتر می توانید به صفحه فیسبوک اندی مدادیان یا صفحه اینستاگرام اندی موزیک وان مراجعه کنید. بله، اندی میوزیک هم صفحه ایشون هست و اگر میتونید برید لذت ببرید. و این دوستان تا میتونن مسافرت کنن و اینها، اندی هم ورزشکاره، هم فکر کنم از ما جوان‌تر باشه، ولی بعضی ها دیگه واقعا نمیتونن برن مسافرت و اینها. برید ببینید این دوستان رو و خصیص بازی در نیاریم برای 50 دلار، 60 دلار، 100 دلار. اینها الان که دیگه این روزا موزیکاشون روی یوتیوب و اینها مجانی، همه استفاده میکنیم، اولا با رفتن به کنسرت ها حمایتشون کنیم. دوستان عزیز، بریم با هم این ویدیوی یا آدیوی چیز رو ببینیم و بشنویم. عقل بشر، برنامه شماره 43. سلام بر شنوندگان و بینندگان محترم. در گفتار پیش با ترجمه آیه اول سوره الاسراء، دلیل‌های اضافه کردن این آیه به قرآن در دوران خلافت عبدالملک ابن مروان را آوردم. در این گفتار بیشتر این موضوع را موشکافی می کنم. در آغاز اجازه دهید که آیه را خوانده و عبارتهایش را ترجمه و شرح دهم. در آیه آمده سبحان الذی اسرا به عبده لیلا، یعنی خدای منزه با شگفتی عبدش یعنی بندهش را شبانه اسرا کرد. کلمه اسرا چند معنی دارد: برد،
روان کرد، اسیروار راند. در اینجا کار اسراب بنده خدا نسبت داده شده و نه شخص محمد. این مفسرین هستند که این فعل خداوند را به شخص محمد نسبت دادند. عبارت دوم، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، از مسجد حرام به مسجد اقصا که اطرافش را مبارک کردیم. همانطور که در گفتار قبل شرحش داده شد، در تاریخ نزول این آیه هیچ کدام از این مسجدها وجود نداشت. در اطراف مسجد اقصا هم جز خاک و زمین سنگی چیزی نبود که مبارک و یا به علت محصول کشاورزی پر و با برکت شود. ملاحظه فرمایید که کلمه معراج یعنی صعود یا بالا رفتن در این آیه نیامده و محدود به رفتن از مسجد حرام به مسجد اقصا می باشد. در بخش آخر آیه آمده لنوریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. ترجمه عبارت آیه این آخر این آیه این است، تا معجزه های من را نشانش دهیم، او یعنی خداوند شنوا و بیناست. همانطور که ملاحظه فرمودید، در این آیه هیچ اشاره‌ای به حضرت محمد نشده است. در بیش از ده ها آیه در قرآن پیامبر اسلام چون یک انسان معمولی معرفی گشته. حال چه شد که این آیه را به حضرت محمد نسبت دادند؟ در چه زمانی تفسیر برای این آیه تهیه و مطرح شد؟ هیچ حدیث و یا روایتی درباره اسراء و معراج از زبان همراهان نزدیک پیامبر چون چهار خلیفه اول نیامده. از زبان امهانی همسر حضرت محمد آمده که ایشان گفتند شبی که حضرت نزد من بودند، پس از نماز عشا ناگهان ناپدید شدند و نزدیک صبح بازگشتند. از ایشان علت غیبت را جویا شدم. حضرت فرمودند که به بیت المقدس رفته و در آنجا به آسمان پرواز و با خدا ملاقات کردم. این بانو دختر عموی پیامبر اسلام و خواهر امام علی می باشند. حضرت محمد همسر دومشان بودند. 30 سال قبل از ساخت مسجد اقصا درگذشتند. تفسیر آیه و افسانه‌اش در قرن سوم هجری و به این شرح از آیت الله های زمان بخاری و مسلم از زبان انس پسر مالک به نقل از مالک پسر سعسعه و به نقل از امهانی اینطور آمده. برای توضیح با عکس ترجمه و نشان داده می شود. لطفاً آقای سربی عکس ها را آغاز کنید. پیامبر صلی الله علیه و سلم فقط بر این همسر چنین تعریف دیدند: شبی که تنها در کعبه به اتاق بودم و شاید دراز کشیده و میان خواب و بیداری بودم، کسی نزدم آمد. حضرت گفتند که از اینجا تا آنجا را برید. از فرشته‌ای که در کنارم بود جریان را جویا شدم. او از سینه قلب را بیرون آورد، آنگاه تشت طلا آورد که انباشته از ایمان بود. قلبم را شست و با ایمان پر کرد و به سینه بازگردان. سپس 4 پای آورد که از قاطر کوچکتر و از الاغ بزرگتر بود، سفید رنگ و با سر فرشته، و نامش را براق خواند. بر آن سوار شدم، پرواز کردم. جبرائیل همراه هم بود. به مسجد الاقصا رسیدیم. در آنجا به حلقه‌ای که پیامبران قبلا 4 پاهایشان را می‌بستند براق را بستم. در مقام پیش نماز بر همه پیامبران نماز خواندم. آنگاه با همراهی جبرائیل به سوی آسمان رفتیم. در طبقه اول درهایش بر ما باز شد. به آسمان رسیدیم. جبرائیل در زد. فرشته ها پرسیدن کیست؟ گفت جبرائیل. پرسیدن که همراهت است؟ گفت محمد. فرشته ها پرسیدن آیا او احضار شده؟ جبرائیل گفت آری. آنها گفتن خوش آمد و مرحبا. درها باز شدند. پس از ورود در آنجا با آدم ملاقات کردم. جبرائیل به من گفت این پدرت است، به او سلام کن. سلام کردم. در جواب گفت مرحبا به فرزند نیکوکار و پیامبر درستکار. آنگاه مرا بالا برد تا به آسمان دوم رسیدیم. درها باز شد و از جبرائیل پرسیدن که هستی و کی همراهت است؟ او گفت من جبرائیل هستم و محمد همراهم می باشد. پرسیدن آیا او هزار شده؟ جبرائیل گفت آری. فرشته ها مرحبا گفتند و درها گشودند. در آنجا با یحیی و عیسی دو پسر خاله ملاقات و آنان را معرفی کردند و بر آنان سلام نمودند. جواب سلام دادند و گفتند مرحبا برادر نیکوکار و پیامبر درستکار. سپس به آسمان سوم مرا برد. در باز شد و پرسیدند تو کیستی؟ جبرائیل خود را معرفی کرد.
پرسیدن همراهت کیست؟ جبرائیل گفت محمد. پرسیدن آیا احضار شده؟ او گفت آری. فرشته ها مرحبا و خوش آمد گفتند، درها را گشودند، در آنجا با یوسف روبرو شدم، از من خواستند به او سلام کنم، سلام کردم و پاسخ داد، بعد گفت خوش آمدی ای برادر نیکوکار و پیامبر درستکار. پرواز شروع شد و به آسمان چهارم رسیدیم، باز شد و فرشته ها پرسیدند که هستی و که همراهت می باشد. جبرائیل خود را معرفی و گفت محمد. پرسیدند آیا احضار شده؟ جبرائیل گفت آری. گفتند مرحبا و خوش آمد، درها باز شد، در آنجا با ادریس ملاقات کردند. گفتند این ادریس است، بر او سلام کردم، پاسخ داد و سپس گفت مرحبا به برادر نیکوکار و پیامبر درستکار. مرا به آسمان بعدی پرواز داد، به آسمان پنجم رسیدیم، باز شد و پرسیدند که هستی و که همراهت است؟ جبرائیل گفت محمد که احضار شده. خوش آمد گفتند و پس از ورود با هارون روبرو شدم، او را معرفی کردند، سلام کردند، سلام را پاسخ داد و گفت مرحبا به برادر نیکوکار و پیامبر درستکار. سوی آسمان ششم پرواز کردیم، باز شد و از جبرائیل پرسیدند کی هستی و کی با تو می باشد؟ او گفت محمد است که احضار شده. گفتند مرحبا، خوش آمدید. پس از ورود با موسی روبرو شدم، گفتند این موسی است، بر او سلام کردم، جواب سلام داد و سپس گفت مرحبا برادر نیکوکار و پیامبر درستکار. هنگام خارج شدن موسی گریست، از او پرسیدند علت گریه ات چیست؟ موسی گفت پس از من پیامبر جوانی فرستاده شده که اکثر پیروانش بیشتر از پیروان من وارد بهشت خواهند شد. جبرائیل مرا به سوی آسمان هفتم برد، از او پرسیدن که هستی و که همراهت می باشد؟ جبرائیل گفت محمد است که استحضار شده. فرشته ها خوش آمد گفتند، وارد شده و با ابراهیم روبرو شدم. جبرائیل گفت این پدر بزرگت است، بر او سلام کن. سلام کردم، جواب سلام داد و گفت مرحبا به فرزند نیکوکار و پیامبر درستکار. آنگاه مرا بردند بالا، به درخت کنار پایانی رسیدم، میوهش مانند دانه های کنار شهر هجر در طایف بود و برگهایش مانند گوش های فیل. گفتند این کنار آخرت است، چهار رود دارد که دو ظاهر و دو باطن میباشند. گفتند این دو کدامند ای جبرائیل؟ گفت دو رود باطن در بهشت هستند، دو رود ظاهر نیل و فرات میباشند. مرا به خانه خدا بالا برد، ظرفهایی در برابرم گذاشت، در اولی شراب و در دومی شیر و عسل بود، من ظرف شیر را انتخاب کردم. خدا گفت این همان نیک فطرتی است که بر آن آفریده شده ای، بر پیروانت هر روز 50 نماز واجب می کنم. بازگشتم، در راه با موسی ملاقات کردم، امر خدا را بابت 50 نماز روزانه به او اطلاع دادم. گفت پیروانت توان نمازگذاری به 50 بار را نتوانند، سوگند به خدا من این را قبل از تو بر پیروانم تجربه کردم و بنی اسرائیل در آن واماندن. بازگرد پیش خدایت و از او برای پیروانت تخفیف نماز تقاضا کن. بازگشتم، خدا 10 نماز کاست. پیش موسی رفتم، باز او پند پیشین تکرار کرد. سوی خدا بالا رفتم، باز 10 نماز کاست. در راه موسی مرا مانند پیش به سوی خدا بازگرداند، خداوند 5 نماز را بر مسلمانان واجب کرد. در راه بازگشت موسی از من امر خدا را جویا شد. گفتم 50 نماز دستور داده است. موسی گفت پیروانت 5 نماز در روز را نتوانند انجام داد، من این را با بنی اسرائیل تجربه کرده و نتوانستم، پیش خدا بازگرد و تقاضای کاستن بکن. محمد گفت اینقدر تخفیف خواستم که شرمم می آید بیشتر بخواهم، به این راضی هستم. بازگشتم و از منادی شنیدم که گفت کوششت را کردی و برای مریدانت تخفیف گرفتی. این بود افسانه اسراء و معراج که در قرن سوم و چهارم هجری توسط ملایان مسلمان زمان که اغلب غیر عرب بوده اند تألیف شده، از زبان کسانی نقل شده که بیشتر از 30 سال پیش از آغاز ساختمان قبة‌الصخره در گذشته بودم. دسترسی به آنان امکان نداشت و میشد هر سخنی را بهشان نسبت داد و با تکرارش مردم باورشان شود. این داستان بسیار ساده می باشد، زمان اتفاقش مشخص نیست، در حدود 3 سال یا 8 سال پس از نبوت و 2 سال پس از هجرت روایت شده. اگر این افسانه را مدرک قرار دهیم، میتوان گفت تا آن تاریخ نماز بر مسلمانان واجب نشده بود، هیچ اندیشه و ابتکار و پندی در آن نمیتوان یافت.
کوته فکری به محدودیت مغزی مؤلفینش را میرساند. در آغاز جای وجود حضرت محمد یعنی اتاق یا کعبه مشخص نیست. ایشان خواب می‌دیدند یا بیدار بودند معین نشده. همه امور دین و روایت‌ها را غیر دقیق برای ما نقل کردند. ممکن است این و یا آن بوده. باور کردن همه روایات و قبول همه‌اش بدون بحث منظور و واجب است. تشت طلا هم می‌باید برای شخصیتی بزرگ مانند پادشاهان زمان مورد استفاده قرار گیرد که مطرح شده و پیامبر که معروف به سادگی بود در مصاف فرعون قرار گرفته گرفته. قلب ایشان نیز پر از ایمان نبود تا فرشته پرش کند. چهار پا هم باید عجیب و غیر معمولی باشد، نه الاغ و نه قاطر. کلهش هم باید شگفت انگیز و کله یک زن باشد. آیا آن کله فرشته حجاب بر سر داشت یا بی حجاب بود؟ چهار پایی که خودش آمده بود و جبرائیل کنترلش میکرد میباید افسارش در حلقه بسته شود تا ما با آداب تنهایی پرواز و فرار کند. برای بزرگ داشت افسار و جای بستن افسار باید مقدس شود و تاریخ مقدسی یابد و حلقه بستن افسار همه چهار پایان پیامبران باشد. حضرت در مسجد الاقصی بر همه پیامبران نماز خواندند، بر آنان سلام نکردند، مراسم معرفی برگزار نشد، اما پس از پرواز بر آن جماعت نمازگزار جداگانه با 7 تن از آنان معرفی شده و پس از دعوت فرشته ها سلام و احوال پرسی کردند. پیامبران چگونه از طبقه های آسمان به مسجد الاقصی فرود آمدند؟ آیا آنها هم 4 پا داشتند؟ افسار 4 پاهایشان را در کجا حلقه بستند؟ آیا حلقه‌ای که براق حضرت محمد به آن بسته شده بود اینقدر بزرگ بود که همه افسارها به آن بسته شد؟ مثل اینکه پیامبران توان همزیستی با یکدیگر را در آخرت هم ندارند. هر کدام میباید تنها در طبقه از آسمان زندگی کنند، همانطور که موریدانشان بر روی زمین توان دیگر دیدن یکدیگر را ندارند و با تفرقه و ستیز زندگی را به سر میبرند. اما چرا حضرت عیسی با پسر خاله‌اش در یک جا بود؟ قبل از دیدار با خدا و تأیید حضور داشت همه پیامبران باز حضرت محمد میباید امتحان شود. روی خدا در انتخاب پیامبران شک میکرده و اطلاع کافی از آنان نداشته و میباید چون رفتار بندگانش بر روی زمین مراسم امتحان برگزار کند. در کنار خدا شراب هم بوده، یک نوشیدنی که خودش خلق در کنار داشته و برای بندگان حرام نموده. از جمله آفریده هایی که علت فراهم آوردن وسایل ساختش و سپس حرام کردنش توسط خدا هنوز بر بندگانش روشن نیست. پیامبر اسلام قبولی در امتحان را مدیون امتناع از نوشیدن شراب خلاصه کرده. ما باید همه این افسانه ها را درست دانسته، باور کرده و هرگز در حقیقت یا ساختگی شک نکرده و سؤالی هم نکنیم. قبول کنیم فرستادگان خدا توان انجام کارهای غیر معمولی دارند که درک و فهمش خارج از عقل بشر است. خرافات دین ها فقط توسط گوش و تکرار نسل پس از نسل به مغزها تزریق شده. مدعیان پخش دین هر یک از پیامبران را به طرزی شعبده باز نشان داده و کارشان را معجزه مخصوص آنان معرفی کرده. تأثیرگذاریشان بر بندگان با عدم استفاده از عقل و منطق انجام گرفته و تا کنون تکرار شده و ادامه دارد. اگر از عقل خداداد استفاده کردیم، سؤال کردیم، پژوهش کردیم و بررسی را دنبال کردیم، محارب با خدا و دشمن دین و مرتد و کافر شناخته می شیم و همه لعنتهای دنیا و آخرت بر ما فرو خواهد آمد. دنیای من خراب شده و آخرت من آتش می گیرد. اصلا ما کیستیم که به این همه گزافه گویی های دین ها شک برده و حقیقت اوضاع پیامبران را زیر سؤال ببریم؟ بقیه گفتار در هفته آینده خواهد آمد. بیندیشید و با استفاده از عقل همراه ما باشید تا بیشتر به عمق مسائل عقیده‌ای که در مغزمان تزریق شده آشنا شویم، دریابیم چرا اینطور و یا آنطور میپنداریم، میگفتاریم و میکرداریم. خوش و تندرست باشید. بسیار ممنون. دوستان شما هم اگه مایل باشید میتونید در تلویزیون سلام بر شنوندگان و بینندگان. این رو کم کنم، این روی لوپ دور میزنه و استاپ. بله، میتونید برنامه خودتون داشته باشید در مورد هر
چیزی که میخواین صحبت کنید. ما تو تلویزیون مردم بارها گفتیم که تلویزیون مردم از مردم مثل یک آینه‌ای میتونه همه به اصطلاح بخش‌ها و جنبه‌ها رو نشون بده، و اگر کسی مثل ممقانی این رو متوجه نمیشه، فکر میکنه چون تلویزیون مردمه باید مجانی برای این به اصطلاح کار کنه، اون دیگه مشکل اون هست. و اما ویدیوی اون روز رو من نوشتم حماقت یا شجاعت دل داشتن هست یا نداشتن مغز افرادی که این کارا رو انجام میدن. و یه دوستی گفت که من شما اینقدر زحمت میکشیم بی نتیجه است. گفتم نه، شما اشتباه میکنی. خوشحالم که شما معلم نشدی، چون اگه معلم بودی همون ماه اول میگفتی نه آقا این گور پدر بچه ها ول میکردی میرفتی. باید صبور باشی و بعد آخر سال متوجه میشی که یاد گرفتن. اون روز یکی گفت که آقا وقتی شما گفتی این کارهایی که میکنن اینها نشان از شجاعت یا نشان از بیمغزی و حماقت، یادم افتاد که خودت یه بار گفتی که پسرم میداشتی که این از جای عجیب غریب میپرید و کارهای خطرناک میکرد و با موتورسیکلت تو خیابون اینجوری دور خودش دور میزد و بچه فخرآباد بودی خلاصه. و خودت گفتی که یه نفر بهت گفته که ببین پسرم بعد چقدر مغز داره، گفتی نه آقا این مغز نداره، این دل نداره، ببین چقدر دل داره، گفتی شجاع است، گفتی نه آقا این دل نداره، این مغز نداره. بمونه این ماجراها که یه عده‌ای آدم معمولا انسان‌های خوبی هم هستن، حالا خدایش ما بدی آقای ناصر پولی ممقانی رو میگیم، خوبیش هم بگیم، اینا انسان‌های خوبی هستن، ولی انسان خوب معنیش این نیست که شما اون احساساتت بر منطق و عقلت غلبه کنه و هر کاری دلت میخواد خودت انجام بدی. این به اصطلاح مگه ما نمیگیم که این خامنه ای فرمان بی خودی داد به مردم، میگه آتش به اختیار. اتفاقا درباره آتش به اختیار بهتون نشون میدم حرکت یک دختر خانم شجاع در ایران که آدم از خودش خجالت میکشه که خب پس مردا کجا هستن. و بله یه نفرم میاد با ماشین رد میشه میگه آفرین به دختر خیابان انقلاب، ولی اونایی که به این حمله میکنن زیادترن. و جالبه اینو برای من دکتر رضا سلامی فرستاد و من براش نوشتم خب حالا بفرما با این مردم میخوان چیکار کنی، 100 سال طول میکشه آموزش به همراه پرورش بدی تا عوض بشه. نوشته نه آقا شما خیلی منفی نگر هستی. گفتم آقا شما بیا طرف مثبت شو بگو. راجع به منفی مثبت این دوستمون آقای ببینم اسمت کجاست، آقای حمید شاهینفر. ببین دوست عزیز وقتی شما میایید، من قبلا هم به شما گفتم بیا صحبت کن، شما گفتی نمیدونم گرفتاری یا گفتی اعصابت خوب. یه چیزی یادم میاد ولی 20,000 تا این برم و یادم نمیاد کی چی گفته. شما نوشتید که بهتر مستند صحبت کنیم و الا میشیم مثل آخوندا و امام حسین و ماجرای کربلا. ببخشیدا گروه پدر آخوندا، ولی ای کاش من و شما یکیمون قدرت بیان اینا رو داشتیم که یک داستانی که اصلا غلط بوده چنان برای ملت بگیم که همه گریه کنن، بعد ما اون بالا اونا که دارن گریه میکنن آب گرم و آب لیمو و عرق و هرچی که بهمون میدن بخوریم، بعدم پول بهمون بدن. عزیز من قبول کنید که من و شما اشکال داریم. اشکال شما اینی که برای من نمینویسی آقا شما که میگی سایروس کوروش حمله کرد. بگم خب شما سند چی بفرست. الان برای شما دو تا لینک فرستادم، خیلی هم موتور قشنگی داره، بذارید نشون بدم. شما مگه یه وقتی مشکل بحران میان سالی دارید دوستان، راه حلش موتور سواریه. موتور سوار که میشی شما دیگه فکر آزادی ایران و اینها نیستی. اون موقع دو دستی چسبیدی به فرمون این ماشین، مخصوصا اگه پشت سرت یه سری دیوونهای رانندگی کنن، حواست به این هست که جونت رو چجور از این خیابون که به باغ وحش شبیه هست نجات بدی. به نظر میرسه موتور ایشون هارلی دیویدسونه، از اون آدمای پولدار یا مکانیک خوبی هست که هارلی دیویدسون خریده، ما که نداشتیم. ما کاواساکی و البته بی ام و و هارلی دیویدسون هم دوتا داشتم، ولی اون نخریده بودم، اون همینجوری توی معاملهی انجام شد. در اصل آقای حمید شاهینفر عزیز من، دوست گرامی، امروز تمام این چیزایی که من گفتم کدومش دروغ بوده؟ داستان سیاوش که خود شما هم گذاشتی نوشتی تو صفحه، و من از شما میپرسم
اگه یه زمانی یه داستانی نوشتن، یه قومی در یک جایی در یک دهکده‌ای بر اساس اون داستان این رو قبول کردن که تاریخشونه و بر اساس اون تاریخ عمل کردن، شما به من نمیگین نگاه کن صبح اینا چه احمقایین. خب بیان صحبت کنید، چرا این میشینید فقط یه نفر که یه چیزی میگه یه متلک میپرونی میری؟ خب ببخشید شما موتور سواری معمولا وقتی میری هم یه چیزی میگی یا یه گازی میدی طرف میترسونی، میای بغل شیشش اگزاستم در آورده باشی، بیا به حرف بزن کجا چه چیزی رو ما دروغ گفتیم که شما احتیاج به سند داری. آقا من الان اگه نگاه بیرون کردم گفتم میگن اینجا هوا سرده و امشب ممکنه برف بیاد، شما میگی من سند بده. آه بفهم اینجا سند، این وسط زمین نیست، شما برو متر کن بیا. بیننده تلویزیونی که از بیکاری داره برنامه نگاه میکنه دنبال سند میگرد، آقا اینها این سند، اینم بردم معذر، سند معذری $12 هم دادم مورش کردم خدمت شما. بگی دست بیار جلو بگی چه سندی، برو عکس سر کوروش رو ببین تو تشت خون که اون مادر فرماندهی که این کوروش کشتتش، سر کوروش رو میبره میذاره تو خون، میگه تو یه خونخوار بیا بخور. بعد دیگه به احترام ایرانی ها و اینها میشورن تمیز میکنن و وصل میکنن و میفرسن براش میره. اجازه بدید من یک کم اینجا جا به جا کنم این چیزا رو، بله اگر اینجا لطف کنید خیلی خوب میشه. خب دوستان عزیز، مردی که در ایران پس از اعدام زنده شد حالا تکلیف چیه؟ گفتمتون که راجع به اعدام و اینها من خودم مخالف اعدامم، چون فکر نمی‌کنم با اعدام کردن این نفر بعدی که از گرسنگی داره قاچاق مواد مخدر میکنه اون بترسه و دیگه به اصطلاح قاچاق نکنه. من این فیلمو براتون میذارم اینجا نشون میدم، توی این فاصله هم اگر باز بشه اجازه بدید ببینم، گفتگو با مردی که بله بیچاره 3 بچه داشته، البته قرار نیست هر کی 3 بچه داره پول در نمیاره بره قاچاق کشی کنه جوانای مردم رو معتاد کنه، ولی یه چیزی جالبه، این آقا وقتی که تو زندان بوده گویا شروع میکنه میدونسته که حکمش اعدامه، شروع میکنه ورزش گردن و چون گردنش قوی میشه و وزن زیادی هم نداشته و اینها فکر کنم بچه کرمون باشه، چون بهش میگه معتادی، میگه نه فقط من تریاک میکشم، یعنی ایشون تریاک کشیدن رو جزء اعتیاد نمیدونه. و جالبه که این آقا رو اعدام میکنن، پزشکی قانونی اعلام میکنه مرده، 18 دقیقه روی به اصطلاح، البته این اعدامایی که تو ایران میکنن اصلا یک کار زشتی از زشتم گذشته تر، چون اعدام کردن همون زمانهای وسترن هم نگاه کنید بابا یه چارچوبی درست میکنن طرف از پله میبرن بالا، این زیر پاش اینجوری میشه، به بعضی هاشون کیسه های شن آویزون میکردن، اگر لاغر بوده طرف نمیمرده کیسه شن آویزون میکردن که این گردنش زود بشکنه، نخواهش قطع بشه، مرگش سریع باشه. ما دیدیم تو بعضی از این فیلم ها که طرف رو آویزون میکنن، این بیچاره اون بالا هی دست پا میزنه جون میکنه، همین آمریکا هم که تازه سوزن میزنه خیلی ها حالا فلج شدن زنده موندن، مشکلی هست دیگه. خلاصه البته من این داستان این دوستمون رو با حضرت محمد و اینها خندم گرفته بود اینجا که این خدا که به حضرت مسیح گفت به حضرت موسی گفت، هر دوشون هم گفتن آقا دلت خوشه مردم میخوان برن کار زندگی بیان بشینن تو رو عبادت کنن، و چه تو خدای عقب افتاده هستی که احتیاج به نیاز ده. بعد تازه حضرت محمد که اومده گفته حالا شراب میخوری، من اینجا آب دارم اینجا چای دارم، شراب میخوری یا شیر میخوری؟ ایشون لطف کرده گفته من شیر میخورم، گفته به 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 تو، پس جایزه طرفداران تو اینقدر نماز بخونن. ببخشید عجب خدای اولاغیه، خب تو که به اون مردی که گفتی انجام نداد، به اون یکی گفتی انجام نداد، عجب آدم استابرن اینجا میگن یا کله خشکی هستی که یه چیزی رو هی تکرار میکنی. این هم مثل جنبش ماست، همون کاری که طرف میکنه میفته زندان نفر بعدی میکنه، تازه حالا اون با هواپیما میخواد بره، این با دوچرخه میخواد بره، اون با دوچرخه میخواد بره، اون نفر بعدیش پیاده میخواد بره. ببینید این ویدیو رو خودتون قضاوت کنید و ببینید که این بنده خدا حالا که از اعدام جون سالم به در برده، گویا حتی فامیلش نمیان
ملاقاتش تو زندان و حالا این تو زندانه، تو بیمارستانه. من متوجه نشدم مثلا این مال کی هست، باز متوجه نشدم. باشید طرف میگه یک کیلو، این میگه 987 گرم، یا یه مامور چیزی یک کم استفاده کرده یا با اون آقا کم فروشی کردن که هر دوش رایج در تمام دنیا، هم کم فروشی. حتی آمریکایی ها یه ضرب المثلی دارن که میگن طرف انگشتش رو گذاشته رو ترازو. شما نگاه کنید میرید یه جا کالباس بخرید، اون پشت که نمیبینید، اون کالباس ها رو میذاره، ولی اگه انگشتش رو بیاره بذاره یه دونه کالباس که میذاره، شما میبینید مثلا اینقدر پاند رفت بالا، و اونا میگن انگشتش رو تامش رو گذاشته روی اسکیل. اینم حالا این چیزی که این آقا میگه دادستان قاضیه نمیدونه، و اون چیزی که طلب میگه، اون میگه من یک کیلو دارم داشتم، به نظر میاد کم فروشی کرده. البته این مواد مخدر اینا احتمالاً وقتی میخرن تر بوده، بعدن خوش شده، وزنش کمتر شده، وارد زندان میشه و در سال 92 حکم ایشون اجرا میشه. بعد از اجرای حکم و اینکه به سردخونه منتقل میشه جسدشون، علائم حیاتیشون برمیگرده و احیا صورت میگیره، اما به لحاظ اینکه اکسیژن کافی به مغزش نمیرسه دچار آسیب مغزی جدی میشه و حافظه دراز مدت ایشون دچار اشکال میشه و اختلال میشه. مشکلش چی بود که کنار فرمانی معلوم شده برید سراغ مغزی؟ مشکل پولی داشتم. موقع چند تا بچه داشتی؟ یه دونه بچه داشتی؟ نه خیلی سه تا بچه داشتی. چند تا داشتی؟ بله. مستجه بودی؟ بله. پول مغزی خیلی بیشتر از برنامه بود؟ بله. چیکار میکردی باش؟ پولش معلوم نیست چی بودم. خودت هم معتاد بودی؟ نه خیر. هیچ چی مصرف نمی‌کردی؟ تریاک باز مهم می‌گیشتم. یکی از وظایفی که هست پزشکانی داره تایید مرگ مجرم، معمولا پزشکانی با چک علائم حیاتی و مثل نبض و تپش قلب و بعد و مشاهده مردمک های فرد که اصطلاح ما میتریاز دوب شده باشه، جفت مردمک ها باز شده باشه، به مرگ قطعی با قول من حدس مرگ قطعی رو میزنن و اعلام پایان اجرای حکم رو میکنن. لحظه که به گوش ما دهیم همه چیز سیاه بود؟ یادم نیست. دکتر اومد بالای سره؟ من یادم نیست. اومد یادت نمیاد؟ نخیر. حالا اون موقع من خودم، من تا اونجایی که یادم، من خودم چک کردم و تو بیمارستان حتی رفتم کاغذ قلم دادم براشون، گفتم اسم بچه ها تو بنویسیم. تا الان تا حدودی الان بازگشت خوبی داشت و تمام دغدغه ما هم همین بود که اگر میخوام ایشون به حیات برگرده، امیدواریم که با حداقل ضایعات برگرده. مهدی، مهسا مهدیه. مهدی، مهدی، بله. چند سالشونه؟ مهدی 20 سالشه. 20 سالشه؟ بله، اونا رو نمی‌دونم. اون کارو
رفاهی وجود داره که مثلا بعد از این مدت پسرفت کنه شرایط بدتر؟ ضایعات عصبی معمولا رو به بهبودن، نه پسرفت. به خصوص تو دو سال اول معمولا رو به بهبودن. بازم اون باید فرد در کمیسیون. خلاصه ماجرا این که این آقا حالا یا با تکنیکی که بلد بوده یا عمرش به دنیا بوده اعدامش کردن بالای اون چوبه دار و آویزون هم بوده 18 دقیقه، بعد دکترم نگاه کرده گفته ایشون مرده، بردنش اونجا سردخونه، گویا سردش شده زندان و به اصطلاح بیدار شده. یه چیزی که من نمیفهمم اینجا معمولا صورت طرف رو تا موقعی که مظنون و متهم هست به اصطلاح نشون نمیدن، ولی وقتی مجرم شد، مجرم شناخته شد، مخصوصا این طرفی که مجرم شناخته شده اعدامش کردین، حالا شانس آورده زنده مونده، دیگه این چشماشو نشون نمیدین چیه؟ و اون دفعه ساینفیلد میگو که طرف مثلا 4 نفر کشته، حالا داره میره زندان، کاپشنشو میکشه رو سرش، چیه مثلا ما میخوایم تو رو استخدام کنیم، میخوایم ما قیافتو نبینیم؟ بماند. این هم داستانی هست که روی فیسبوک هم هست، میتونید ببینید. من هنوز دارم دنبال اون چیزی میگردم که نوشته بود صادق زیبا کلام به 18 ماه زندان محکوم شده. مرد اینو گفته صادق زیبا کلام که مردم بهش میگن شارلاتان، ما به خاطر گفتهای تو رفتیم به روحانی رأی دادیم، ولی روحانی هم همونه. بعد فاکس نیوز یه خبری پخش کرده بود که مردمی که اومدن پیداش کردم، صادق زیبا کلام، گفتم بابا اینها، نگاه کنید دوستان، تو رو خدا نگاه کنید ایرانی ها، میگم مثلا یه جایی یه نفر میگه ای کاش سوربی که انقدر حرف میزد 1/10 عمل میکرد. حالا نگاه کنید آقای مرتضی جهانی، این آمده اون بالا نوشته انتقاد جنجالی صادق زیبا کلام از خودش، مردم به من میگوین شارلاتان، بررسی خیزش مردم ایران، یه مصاحبه‌ایه، همین متن شما بنویسین پیدا میشه. ولی این جالبه، کسایی که به خودشون اجازه میدن نظر بدن، ببینید نظرات چی نشته. کاش این همه که حرف میزنید در کنارش 10 برابر عمل داشتید. من که این آقای مرتضی رو نمیشناسم، ولی ببخشید من بعضی وقتا فکر میکنم که فارسیم خرابه، این دوستانی مثل این که میان خوشحال میشن که بابا فارسی از من بدترم هست. مرد حسابی اگه یه کسی حرف که میزنه 10 برابرش عمل کنه که همه کم میارن از لحاظ زمان. کارمون خیلی خرابه، گفتنی نیست. یه فیلمی دارم از دکتر خدا دوست، بذارینم پاک کنم. و یه چیزی هم دارم از جرمنی بهتون نشون بدم، اینم باز آقای دکتر ایران بومی گذاشته. آقای دکتر ایران بومی چیزای نوشته های قشنگی هم پیدا میکنه، هم بحثای جالبی رو عنوان میکنه که به اصطلاح جا داره آدم در موردش صحبت کنه. میدونید که الان این همه دنیا میگه آلمان خارجی فلان بسار اینها، ایشون نوشته که در دولت جدید آلمان مهاجرین هیچ جایی ندارند و اکثرا وزرا عضو فعال مذهب مسیحی میباشند. اینایی که میگن آقا ما یه حکومت میخوان مثل آلمان فدرال، دموکرات، سوسیالیست، مذهبم جدا باشه. تقریبا از هر 4 نفر در آلمان یکی از خانواده مهاجرین میباشد، ولی با نبودن حتی یک عضو در کابینه دولت آلمان در سال 2018 از شهروندانی که از خانواده مهاجرین می باشد، نشان از مسیر فروپاشی قرارداد اجتماعی مردم و دولت شدیدتر ادامه پیدا کرده، نشان از این می دهد که اونجوری که میگن نیست که ما سعی می کنیم از هر قشری اینجا بتونن حرف بزنن. باز هم از آقای حمید شاهینفر، اینجوری هم که نوشتید فامیلی شما میشه شاهینفر، ولی به نظر من اگه بخوایم شاهینفر بنویسیم باید SHAA دو تا بنویسید دیگه، اونجوری هیچ که اشتباه نمیکنه. یک دوم من دیدم رسم شده مینویسن SH بعد A رو بزرگ مینویسن که یعنی اینو برید بالا آ بگید، ولی میگم که اینا قراردادیه. حالا ما هم یه مشکلی داریم که اسم و فامیل و اینها رو میخوایم عوض کنیم به
انگلیسی و زبانهای دیگه احتمالاً مشکل پیدا میشه. ویدیوی دختر بی حجاب یا کم حجاب در خیابون که این آقای دکتر رضا سلامی فرستاد، بعد آقای رضا سلامی هم از یوزوال مثل دوستان دیگه، آقا اینقدر منفی باف نباش، مثبتگرا باش. میگم آقا مثبتگرا اگه باشم باید صبح دوربینو بردارم برم دم دالاس ایرپورت بشینم، هر یه هواپیمایی که میاد بگم بورا دوستان عزیز یک هواپیما به زمین نشست، هواپیمای دیگری از آلمان به زمین نشست. بعد شما میگین این مردک دیوونه است. خب روزی هزار تا هواپیما میاد، کسی که از اونایی که میان زمین سالم گزارش تهیه نمیکنه، از اون یه دونه که به دلیلی اشکال پیدا میکنه. پتیک درباره اشکال هواپیما نوشته که دولت ایران هنوز جعبه سیاه در راه فرانسه است، ولی اینا اعلام کردن که اون هواپیمایی که افتاد توی یاسوج نتیجه اشتباه خلبان بوده و الی آخر. گفت که ببین چقدر کارمون خرابه، یعنی حتی چیزای روتین، حتی پرسیجر پروسه میگیم تو ایران، پروسه معمولی هم ماها نمیتونیم. چرا اینا میخوان نگن هواپیمای خراب بوده، فکر کمیسیوناشون هستن، فکر فروش بلیتشون هستن و الی آخر. پس بازم سوربی اینجا فریاد میزنه کارمون خیلی خرابه. ولی بریم ویدیوی این دختر رو ببینیم. دوستان شما به من بگو اگر قرار مردی توی ایران باشه، این مردا کجا هستن که تو خیابون چند نفر از این حزب‌اللهی ها به این خانم حمله میکنن؟ حزب‌اللهی هایی که خود پسر علی مطهری گفته ما جایی قانون نداریم برخلاف حجاب. به نظر من این خانم ها اون روزنامه‌های قدیمی رو الان دیگه تو اینترنت میتونن پیدا کنن که نوشته امام خمینی گفت حجاب اجباری نیست، طالقانی گفت فلان، اینا رو تو کیفتون داشته باشید. وقتی یکی از اینا اومد بهش بگید که اون به شما میگه خواهر، شما بهش بگو داداشو برو چیز کن. جالبه یکی از اینا به این میگه خواهر، میگه من خواهرتو نیستم. اصلا نمیخوام خواهر یه همچین روانی و دیوانه ای باشم. با هم ببینیم این دیوانه ها رو و شجاعت این خانم که با چه واقعا قدرتی جلو اینها وای میسه. حتی وقتی تهدید میکنن که زنگ میزنین میگه من اینجا وایسادم و حالا میرم مترو صادقیه، نمیدونم بیاین اونجا. اینم از این. اینها رو بهشون میگن کاسه های از داغ، از آش داغ‌تر. ببینیم با هم. وای میستم اصلا میخواد چیکار کنی؟ برو بابا، تو هر موقع رو سری پوشیدی منم رو سری میپوشم. خب همین الان رو سری بپوش، من میپوشم. من خواهر تو نیستم، خدا نکنه خواهر تو باشم. برو بابا، الان مثلا داری برای من زنگ میزنی؟ وای ترسیدم، وای دارم میرم مترو صادقیه، دیرم شده بیا مترو صادقیه، دوست ندارم وایستم. به تو چه؟ یه بزن جرأت داری بزن. دوست ندارم، دوست ندارم رعایت کنم، نمیخوام. آقا جان حقمه، دوست ندارم بپوشم. هیچم زشته، تو خیلی هم زیباست، خیلی هم زیباست. گم شدی بالا استاد. دوست ندارم به تو چه، دوست ندارم به تو ربطی نداره. بیشون قیافته، دوست ندارم. حتی اقلش رو حایت کن کسافته محشی، گوه میخوری به من دست میزن. یه کشه دوست ندارم، اقلت رو رایت کن، اونم چی نداره، دوست ندارم. سرطان باباته، آلاقه کسافت، سرطان باباته، هیکلته لزن، به تو رب چی ندارم. بیا خواهش کردم حتی اقلت رو رایت کن، اگه دوست داری بگم حتی اقلت رو رایت کن. دوست دارم، نه تو بیافته، دوست ندارم بپوشم. به تو رب چی نداره، تو شخصیت نداری که برای کسی شخصیت قائل میشی. دوست ندارم دخترانه خیابونه. بیا بیا. وای صدا، من خوش میده به خاطر اینکه شنیدم تو نگران. خب من چه برات میخواد بکنه؟ گفت سر میزنم.
آفرین آفرین به این خانم. و حالا من و شما فکر این باشین که چهارشنبه سوری از رو آتیش بپریم یا نه. اون دو نفری هم که تو ماشین میان میگن درود بر دختران خیابان انقلاب، میرتش نمیره کنار وایسه، بیاد چهار تای دیگه هم بیان. وقتی شما شدید هشتا، اینا دوتا احمقن، هشتا عاقل به دوتا احمق دیگه، بالاخره گرچه بعد تا یه احمق میبینی صد تا رو از بین میبره. بله چه باید کرد آقای دکتر رضا سلامی؟ میگم که با این مردم شما میخواین چیکار کنید؟ چه برنامه‌ای دارید برای ایران؟ اول بریم اونها رو بریزیم پایین، دوم رفراندوم. میگم کی میخواد رفراندوم برقرار کنه، مثلا اجرا کنه؟ سازمان ملل، این سازمان مملی تو کدوم کشور تا حالا رفراندوم برقرار اجرا کرده؟ اسمشون رو به ما بگیم ببینیم نتیجهش چی بوده. همه شعار. گفتم یکی از دوستان گفت ما برنامه‌مون اینه. وقتی گفتم دوست عزیز این که برنامه نیست، این هدف شماست، چجوری میخوای به این هدف برسی؟ باید برنامه داشته باشی، وسیله داشته باشی. هیچ کدومتون نمیخوان یک قرون از جیبتون خرج کنی، نمیخوان یک دقیقه از وقتتون بذاری، نمیخوای خودت و خانوادت در خطر باشی. فقط میگه دیگران برن. اون شعر هست میگه کی میگیره، کی میکشه، کی میپزه، همه کارا رو میکنن، کی میخوره، حکیم باشی. هممون شدیم حکیم باشی ولی متوجه نیست. خب اینم از این. ببینیم که دوستان دیگه چی میگن. بله خواستم امروز زنگ بزنم به این سید محمد حسینی دیوانه، بعد گفتم واقعا حیف وقت، حیف وقت که بذاریم با یه همچین احمقی که اومده نشسته تو کالیفرنیا، یه عده جوان عصبانی بیکار بدبخت پرشور حال رو اونجوری میده تحویل این آخوندا، دو دستی میده تحویل آخوندا. رفته یه جایی نفت ریخته آتیش زده، بنزین ریخته آتیش زده، اومدن گرفتن میذارن، چهار تا دوست دیگه شم معرفی میکنه، این مردک هم اینجا هر روز میخوره و میخوابه و عرق میخوره و لابد یه چیزی هم میکشه که اینجوری حیه. چه باید کرد؟ شما بدی. این هم از سید دیوانه دلغک. هشت تا نفکش گم شده، انشالله پیدا میشه. و اما دوستان حمایت، امروز داشتم به اصطلاح کار میکردم اینا، گفتم که ماجرای جالبیه، تعطیلات میشه حمایت کم میشه، زمستون میشه حمایت کم میشه، تابستون میشه حمایت کم میشه. بعد گفتم نه اصلا ما دوستان و بیننده عادت ندارن حمایت کنن، مخصوصا حمایتم از خودتون پرسیدید چرا بابا و ننه ما، پدر و مادر ما به ما روزانه میدادن؟ اولین درس زندگی این بود که آقا تو روزانت 5 زاره، تو 1 تومنه، که ما باجت یعنی بودجمون ببینیم چقدره، هزینه چقدره، درآمد چقدره. و خیلی کار خوبی بود. ولی شما این لطف رو نمی کنید که یه نفر، چرا آقای پتیک این کار کرده، احمد آقا این کار کرده، ممنونم واقعا ازش، که آقا بنده میدونم 130 دلار ماهیانه از اینا میاد، اینو من میذارم برای این خرج. دوستان دیگه هر از گاهی شود شنبه به نوروز این کارو نکنید، به خودتون بگید من 1 تا 5 ماه اینقدر میفرستم برای این تلویزیون. آخه من نمیدونم این چقدر مشکله، والا من اینجا برای اونجایی که قراره چی کنم، وقتی مال این ماه رو می‌نویسم این تقویم رو ورق می‌زنم، ماه آینده اسمشو می‌نویسم. حالا یه جا 20 دلار، یه جا 10 دلار، یه جا 4 دلار می‌فرسی، اونا می‌بینن این آب باریک داره میاد. و حالا دیگه ما هر روزم میگیم آدم ها دیگه خجالت میکشه و از ضرب المثل داریم، در خانه اگر کس است یک حرف بس است. نه آقا، باید در این خانه رو گاهی وقتام زد. و از اون ور ضرب المثل داریم، تا نگریت طفل کی نوشد لبن، یعنی باید گریه و زاری کنیم، حتی مادرمون یادش میره ما شیر بده. ایام عید هست، امروز 14 عید 20 سال تحویل میشه یا تحویل سال هست. امیدوارم یکی از نیو ایر رزولوشن شما این باشه که هر کسی رو دوست دارید، هر جایی رو دوست دارید حمایت کنید. هی آقا جانم فدای ایران، ایران رو حمایت کنید، ایران رو نمیدونم پول بفرستید برای فامیلتون، یه خانواده ای رو زیر پوشش خودش قرار بده. در هر صورت منتظر حمایت شما هستم و ازتون خواهش میکنم به صورت حالا روزانه که دروغه که بگیم هر روز
روزی یه دلار برای ما بفرستید. ولی ماهیانه همین کاری که احمد میکنه، یه دلار میفرسه، ماهیانه 30 دلار. اصلا من میبینم سوم پنجم که میشه قشنگ می‌نویسه که بانک آف امریکا احمد 30 دلار فرستاده. آقای احمد من از شما ممنونم. احمد آقا و ایشون یک پرونده و کیسی داشت که میخواست دادگاه‌های آمریکا رو به من و شما نشون بده. اگر یه وقت خواست، چون بعضی وقتا نمیشه، کیسایی که در حال به اصطلاح بررسی و دادگاه هستن، این پروسس هستن یا پروسه دادگاه رو دارن میگذرونن، حق نداری شما بیای درباره‌اش صحبت کنی. ولی وقتی که تموم شد پابلیک رکورد هست و اون موقع سند میاره، اتفاقا این دوست اون آقای شاهین فرم دیگه قشنگ میبینه، میگه آقا اینها نگاه کن، شما تو فلوریدا این همسایه میاد درختای منو میکنه، اینم مثلا دوربین گرفتم، ولی وقتی میرم اونجا چون من خارجی هستم این خانم سفید پوسته، حقو میدن به اون. اینجا ما اقلا خودمون راضی میکنیم، میگیم بابا ما خارجی هستیم، در صورتی که اینجا همه خارجی هستن. تو ایران که زورمون میاد برای اینی که حق آب و گل داریم. این دیوانه علی ترابی ویدیو درست کرده بود، فوش میده به خامنه ای، علی گدا، علی نمیدونم تر یا کی، گفتم خب بدبخت احمق، اون میمیسه علی گدای کلیسا، اقلا من اینجا نشستم مجانی میخورم و میخوابم، ولی تو این همه مدت برو ترکیه و از ترکیه بیا اونجا، هر روز حالا هر هفته یک شنبه برو گدایی کن که اینا یه نون بهت بدن، یکی بهت اتاق بده، زندگی کنی. ولی آدم های روانی هست، یه عده بیننده روانی هم هستن، خوششون میاد. خب دیوانه که دیوانه ببیند خوشش آید. مردی که در ایران پس از اعدام زنده شده، حالا تکلیف چیست؟ جالبه، میگه این آقا یه سری چیا یادش رفته. مثلا دیدید اونجا میگه پسرش میدونه 20 سالشه ولی دخترش اینا رو نمیدونه چند سالشونه. بعد میگه این بار اگر با وجود که خانوادهش گویا دیگه نمیان دیدنش، یادش رفته لابده، هرچی گفته این بار اگر آزاد بشم برم هرچی میخوان براشون میگیرم. میگه خب مثلا چی میخوان؟ میگه نمیدونم. یعنی بیچاره همون چیزی که اون دکتره گفت، این ضربه‌ای که خورده، ضربه جدی به مغز، به اصطلاح فشار نبود اکسیژن و اینها، مغزش رو فعلا از کار انداخته. امیدواریم حالا که جون سالم به در برده، مغزش هم سالم بشه و این بار به خاطر همه اون اشتباهایی کرده و جوان‌ها رو معتاد کرده و اینها، این بار تلاش کنه یه فرد مثبت و به اصطلاح درستی باشه. و اما من یک ویدیوی فرستاده بودم برای آقای امیر حسین لادن، ایشون لطف کردن ویدیو رو دیدن و پاسخی نوشتن. نوشتم اجازه دارم این پاسخ رو بخونم، چون متاسفانه بعضی از دوستان یه چیزی رو می‌نویسن یا یه پیامی میذارن، بعد که ما میخونیم میگی نه آقا من اینو برای خودت گفته بودم. دوستان اگر چیزی برای من هست، همون اول اگر ایمیل همون بالاش بنویسید این ایمیل برای شماست، اگه پیام همون اول بگید این پیام برای خودتونه. حالا بهتونم بگم وقتی اینجوری باشه من هم موقع گوش میدم، ولی وقتی میبینم یه چیزی جالبه نصفیشو که میخونم میگم این خوبه که تو برنامه بگم، میذارم اونجا. شما اگه آخرش نوشته باشی ضمناً این را نخوانید، دیگه too late، دیر شد. too late به ایرانی میگیم چی؟ آخه دیر شد. با درود جناب سوربی، از ارسال ویدیو سپاسگزارم. در گذشت یک انسان فرهیخته و با تجربه، آقای دکتر پروفسور خدا دوست رو میگن، هم باعث تأسف است و هم مانند سوزاندن یک کتابخانه، عده‌ای را از بهره‌گیری از دانش و بینش محروم می‌کند. اینکه خدا وجود دارد یا ندارد، یه ویدیویی رو من فرستادم که آقای دکتر خدا دوست توی ایران که رفته، چون ایشون اگه اشتباه نکنم اون اوائل انقلاب حتی به خاطر اینکه مشروب خورده بوده شلاقی زدن، ولی این شلاق زدن دیگه مثل این نبود که مثلا من بگم دیگه کلام هم بیفته ایران پشت سرم نگاه نمی کنه. این گو اینا احمق بودن منو شلاق زدن، ولی من که احمق نیستم، برمیگردم به هموطنان خودم کمک میکنم و گویا هر سال یه چند مدتی رو تو شیراز هم برای جراحی هم برای آموخت به اصطلاح درس دادن به دانشجوهای جوان میرفته اونجا. و این دوستمون که میگه مثل کتاب و اینها، این بنده خدا به اندازه سنش و اینها، به اندازه دانشش کمک کرده به دیگران، و حتی اگر بخوایم بگیم کتاب بود، کتابخونه سوخته، اقلا اطلاعاتش رو منتقل کرده.
ولی توی اون برنامه ازش میپرسن شما چرا هر وقت میای میری شاه چرا؟ بعد یه مثالی میزنه آقای خدا دوست، میگه نگاه کنید این باور منه، و دو تا سرباز شما دو تا اسلحه مثلا جسه یا دو تا اسلحه اموان دو تا مثل هم بهشون بده روبرو هم وایسه، یکیش با خدا باشه یکیش بی خدا، به نظر شما کدوم برنده میشه؟ طرف میگه خب اون با خداه، چون میدونه یه نیروی غیبی داره کمکش میکنه. من با یکی دیگه صحبت میکردم، اون دوستمون گفت که بله اصلا تو آمریکا هم ثابت شده، تو دنیا ثابت شده که دعا کردن و اینها حتی برای درد و آرامش درد و حتی بهبود درد به اصطلاح امراض خوبه. بعد گفتم که wait a minute، صبر کن، اونی که فکر میکنه یه نیروی غیبی کمکش میکنه ممکنه سهل‌انگاری کنه، کمکاری کنه، ولی اون که میدونه خودش هست و این اسلحه از مغزش استفاده میکنه، از قدرتش استفاده میکنه و تا آخرین نفسش هم میجنگه، چون میدونه چیز دیگه ای نیست. نظر شما چیه؟ با خداها پیروز میشن در جنگ مساوی یا بی خداها؟ ایشون توضیح داده اینکه خدا وجود دارد یا ندارد و چگونه است و کجاست و توانایی دارد یا ندارد و یا آیا تمام اینها ساخته و پرداخته تصور و اندیشه بشر برای داشتن یک اتکا بوده، باور داشتن به خدا چنانچه تنها برای داشتن رابطه با یک قدرت مافوق انسانی باشد، میتواند در مقابل مشکلات به شخص باورمند احساس آرامش توی پرانتز کاذب بدهد. پدیده خدا و آفرینش قرنها مورد گفتگو و جدال و جنگ و کشتار بوده و هنوز به نتیجه عمومی نرسیده است، ولی باور داشتن و نداشتن به خدا و نوع مذهب باید تبدیل شود به یک انتخاب خصوصی برای اشخاص تا بشریت از این همه تضاد، ضدیت، دشمنی و خرافات نجات بیابد. مذهب یک ایدئولوژی و یک فلسفه سیاسی است. طرفداران آن نیز مانند طرفداران دیگر ایدئولوژی ها یک بعدی و مرغ یک پاداره هستند. توده‌ای، فاشیست، حزب الله، شاه الله، همانطور که اشاره کردید میتواند یک عنوان یا یک تاپیک خوب برای گفتگو باشد، ولی بی نتیجه خواهد بود. چنانچه در این مورد گفتگو دارید، امیدوارم نوشتم یاری کوچکی کرده باشد. براتون روز خوبی را آرزو میکنم. ممنون و متشکرم. آقای لادن این نوشتم. ببینید، من بارها گفتم این بحث و گفتگوها توی تلویزیون اینها همه میدونیم قرارم نیست عوض بشیم ما، ولی اون که من میام یه چیزی میگم، یه نفر دیگه میاد یه چیزی میگه، اون کسی که تو انتخابات آمریکا هم نگاه کنی، همه این بحثا تبلیغ تا اون آخر برای اون نیست که از 6 ماه پیش گفته به هیلری کلینتون رای میدم، از 1 سال پیش گفته به دونالد ترامپ رای میدم، برای اونی که اندیسایدد، هنوز تصمیم نگرفته، اونه که احتیاج داره و یه جمله از شما یا یه جمله از من یا یه جمله از طرف خدا دوستان ممکنه اینو، اتفاقا آقا پروفسور هم اسمش خدا دوست بوده، ممکنه این به اصطلاح شاخک میگفتیم مال ترازو این رو این ور اون ور ببره. بذارید ببینم دوستان اینجا چیزی نوشتن، من براتون بخونم. نه، آخرین نوشته ای که هست همون آقای حمید شاهینفر هست و یه دفعه قبلا هم با ایشون صحبت کردم. وقتی میگی بیا حرف بزن، میگه ترجیح میدم شنونده باشه، وقتی هم شنونده است میگه اینجوری. دوستان عزیز، بذارید من براتون این پلیر 6 نشون بدم، ولی به صورت ویدیو نمیذارم باشه، چون صداش رو از ما ایراد میگیرن. میگه موزیکی که استفاده کرده کپی رایت داره. اوه چه گلو دردی، کم مونده خفه بشه. فکر کنم خدا حمله کرد. خب، خرید، فروش و معاوضه اتومبیل در خدمت شما هستن. والنتاین، شماره تلفنشون هست 301 735 75 53. دوستان 301 رو با 310 اشتباه نکنید. 310 یکی از عجب یکی از ایریا کدای
ای بابا هیچی دیگه. 310 یکی از ایریا کدهای کالیفرنیا، 301 ایریا کد مریلند. اجازه بدید ما همینجا برنامه‌مون رو تموم کنیم. چیز علیرضا پهلوی و مواد مخدر. یه دوستی اون روز سوال کرد که آقا علیرضا پهلوی رو داداشش کشته یا نکشته. گفتم آقا من چه میدونم، و شما فکر نکنید هر کسی میاد میشینه جلو یه دوربین این از همه دنیا از همه وقایع خبر داره. البته بلا فاصله یادم افتاد که تقصیر اینایی هم که جلو دوربین نشستن و هی دروغ گفتن. این رو من از روی یک صفحهی پیدا کردم، برای خودم اسم اون آقا رو نوشتم، ولی الان نمی‌نویسم که حالا اگه آقای شاهین فر گفت این سندش کجاست، میگم آقا برو از آقای مهداد سوال کن. ترور افسر سابق اطلاعاتی روس و این نمیدونم چی نوشته و فنتانین سلطنتی، سرهنگ سابق جی آر یو اطلاعاتی نظامی روسیه سرژی اسکروپال که چند سال پیش به انگلیس پناهنده شده است، دیروز به اتفاق دخترش برای دیدار وی از روسیه آمده بود، در حالت کما در لندن پیدا شدند و به بیمارستان منتقل گردیدند. یک افسر سابق اطلاعات خارجه فرانسه که از دوستان من است و اکنون پژوهشگر اطلاعاتی می باشد، معتقد است که اسکروپال و دخترش با ماده مخدر فنتائیل مسموم شدن، یا این فنتائیل هرچی صد برابر مورفین قدرت دارد و 40 برابر هروئین مخرب است. اما این فنتائیل یا فنالائیل نمیدونم اصلا چیه، در میان ایرانیان معتاد برون مرزی یک ماده مخدر شناخته شده و آشناست. شاید کمتر کسی بداند که علیرضا پهلوی پسر دوم محمد رضا پهلوی معتاد به این مواد بوده است و یکی از دلایل خودکشی ماجرایی بود که پس از استعمال این ماده به وجود آمد. داستان چیست؟ یادتونه گفتم این قرار بود بره دادگاه برای به اصطلاح کشته شده، یعنی فوت یک خانمی، این اسمش جزو حالا یا شاهدا بوده یا مظنون بوده فلان اینها، و یکی از دلایلی که میگن خودکشی کرده این بوده. ایشان و دوست دختر سابقشان هر دو از این مواد مصرف کرده بودند و دوست دختر سابقشان در نیمه شب اووردوز میکند. اووردوز یعنی از حد مصرف روزانهشون بیشتر میکشن. الان میگن این پیرمردا بعضی وقتا قرصایی که دارن چون یادشون میره بهش گفته مثلا یک چیه این 5 و 10 و اینها داره میخورن شب میخوابن، مثلا اونو بگیر یادش نمیاد خورده یا نه میخوره. به خاطر همین یه جوابایی میدن که تو شما بچهش پسرش دخترش بیاد براش تقسیم بندی کنه قرصای شنبه یه شنبه دو شنبه رو اینا رو بریزه. گفتم خب حالا بعد یادش نمیاد شنبه یه شنبه مال شنبه رو خورده میره مال یه شنبه رو میخوره. در هر صورت اووردوز یعنی زیادتر دوز، یعنی اون اندازه‌ای که میخورن یا اون اندازه‌ای که لازمه، حالا این اووردوز از اون بیشتر. تا صبح در رخت خواب در حال جان دادن بوده است، اما آقای علیرضا پهلوی نیز که معتاد به همین مواد بوده است تا صبح هیچ واکنشی نسبت به این جان دادن نشان نداده و دخترک بیچاره میمیرد. پلیس فرانسه نیز ایشان را متهم به اهمال کاری در برابر این مرگ میکند و ایشان قرار بوده است که در دادگاه جنایی پیرامون این واقعه در جایگاه متهم بنشیند و بدین واسطه دچار تشویش روحی خاص بوده و هرچه به این روز نزدیکتر می شدن از فشار روحی بیشتری رنج می بردن، لذا در ماهایی که نزدیک به این دادگاه بودند دست به خودکشی می زنن. همچنین خانم لیلا پهلوی نیز معتاد به همین فنتائیل نمیدونم چی بوده و به واسطه استعمال این مواد در خواب اووردوز می نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به مقاله این. حالا بذارید یه چی براتون بگم، چون من اینو دارم تو این برنامه می خونم، اگه یه کسی بعدن دید و گفت که آقا این سندش کجاست، من حالا دیگه از کجا یادم میاد. این مقاله رو این آقای مهرداد سید عسکری یا عسگری نوشته. اگر کسی گفت میگیم آقا تو کدوم برنامه بوده، بعد اینو نگاه میکنیم. ما بعضی وقتا میخوایم
به اصطلاح نه سیخ بسوزه نه کباب، بعد به جایی میرسیم که هم سیخ میسوزه هم کباب. حتما از خودتون میپرسید مگر سیخ میسوزه؟ بله، داستانش رو اگه بخونین اون وقتا سیخ ها از درخت چیز بوده، مخصوصا وقتی میگن کباب انجیر، نه اینکه انجیر رو کباب میکنن، چوب درخت انجیر وقتی کباب میکردن اون مزه گوشت و اون کباب اینا الان مینا خانم به من فحش میده، چون مینا خانم ما اون روز گفتیم مکدونالد این امه اینجوری کرده به خاطر زنا روز زن، خانم مینا گفت که آقا چرا تبلیغ میکنی برای اینها که واقعا قاتلان این به اصطلاح خوک و گاو و اینها هستن. گفتم والا چی بگم که بعضی وقتا ما یه کارایی رو بدونی که یه پولی هم گرفته باشیم انجام میدیم، تبلیغ مستقیم یا غیر مستقیمه. در صورت اینم از این، و یادتون باشه در کار رادیو تلویزیون درست مثل کار مولا نصرالدینه، منو مولا نصرالدین و به اصطلاح منو مولا نصرالدین، مولا نصرالدین و پسرش و الاغش هر کاری کنن یکی ایراد میگیره، دوتاشون سوار الاغ بشن، یکی میگه آقا چرا ظلم میکنی، پیرمرد پیاده بشه میگه آقا پسرتو گذاشتی تو پیرمردی، تو سوارشو بی احترامی میکنی، پسرشو میاره پایین اون سوار میشه میگه مرد حسابی پسرت را بره تو نشستی، دوتاشون میان پایین میگن نگاه کن چقدر احمقه، الاغ دارن سوارش نمیشن دوتاشون پیاده را میره. در صورت هر کاری کنی گفت هر به هر سازی برقصی اونا یه موزیک دیگه میزنن که شما را قاطی کنن. شما میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، لطف کنید حمایت کنید و لطف کنید الان که داریم به اول سال نو اولا ایدیاتون رو بفرستید، یکی دیگه این که حتما خودتون رو مقید کنید که ماهیانه یک به اصطلاح به عنوان آبونمان به عنوان هر چی یه برنامه دارید استفاده میکنید. آقا یه سقاخونه همیشه ازش آب نمیخورید ولی هر روز تشنتون میشه این سقاخونه اونجا، خب یه روز هم یه بسته لیوان بخرید ببرید بذارید اونجا، این خیلی سخته. وقت میخوان ما دنیا رو درست کنیم با این که ما چه بودیم گذشته چه شدیم، آقا چی بودیم؟ یکیتون بیان بگین ما کدوم سال خوب بودیم، سال داره تاریخ داره داستان داره، بیان به من بگید ما کی خوب بودیم. مثل این ترامپ احمق نباشیم که من میخوام آمریکا رو دوباره بس عالی کنم، میگم احمق کی آمریکا عالی بوده، بعد حالا دیگه گفت تموم شد آمریکا عالی شد حالا دیگه عالی نگهش میداریم. کسی که هنوز بعد از 14 ماه نتونسته وزرا و وکلای این دستگاه عظیم و به اصطلاح انتخاب کنه، خودش مونده و حوزش، هیچ کس حاضر نیست بیاد برای این کار کنه. دوستان عزیز همینجا برنامه من تموم میشه، روز روزگار بر شما خوش، با امید روزهای بهتر آینده روشن‌تر. تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید، اگرم ایرادی اشکالی میبینید فوش و فضیحت منم میام فوشتون میدم، ولی بیان بگید آقا اینجایی که شما گفتید دو دوتا میشه پنج تا، ملت گوش کنید دو دوتا میشه چهار تا، من دو دوتا چهار تای شما رو پخش میکنم، مردمم گوش میدن میگن بابا عجب انسان شریفی بود این آقا علیرضا نمیدونم چی که دکتر چشمم بود و این سربی اشتباه میکرد، نه اینکه بیای فوش بدی. مرسی، ممنون، متشکرم.